بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم و امیدواریم که لحظات بهتری در انتظارتون باشه. خب امروز جمعه هست، 15 ماه جولای سال 2016 میلادی و برابر است با 25 تیر ماه 1395. این برنامه رو به صورت زنده از فیسبوک تلویزیون مردم هم میتونید ببینید. برنامه های زنده روی فیسبوک داره زیاد و زیادتر میشه. برنامه خودم اونجا سربی با مردم، برنامه کانون آوا، برنامه آقای پرویز مینویی و ما هم تلاش میکنیم تا هر امکان جدیدی که هست ازش استفاده کنیم، تا جایی که هم از لحاظ فیزیکلی به اصطلاح بدن و سن و اینها بهمون اجازه میده، هم از لحاظ دانش و اوضاع مالی و اینها دیگه بالاخره زور خودمون رو میزنیم. خب خیلی متاسفم که باز در شهر زیبای نیس در جنوب فرانسه که بیشتر پولدارا اونجا خونه های زیبا و ویلا دارن، مخصوصا خاندان پهلوی هم اونجا از قدیم و ندیم داشتن، فکر کنم حتی خانم اشرف پهلوی هم اونجا یه خونه ای داره، چون من پارسال اونجا بودم و دوستان بهم پیشنهاد کردن که شما اگه رفتی اونجا و رفتی اون شهر کان به اصطلاح حتما منزل اشرف پهلوی رو برو ببین، یکی از منزلای خوبه. گفتیم ای بابا، گفت که اهل تمیز خانه نسازید بر پلی، یا گفت دنیا رو رهگذر راه دنیا پلی است رهگذر راه آخرت، اهل تمیز خانه نسازند بر پلی، یا اهل تمیز خانه نسازید بر پلی. اینم از این ماجراها. جمعه هست و ما هم ذوق شعر و شاعر بودن به همون یک کمی چیز شده. در صورت دیشب توی جشن ملی یا روز استقلال فرانسه یک دیوانه روانی که اینها باید به دیوانگی برسن، به اون جنون برسن، روانی بشن که حالا یا با اسلحه یا با کامیون، این آقا مثل که اول 31 سالش با اسلحه شروع کرده تیراندازی، بعد با کامیون رفته روی مردمی که اونجا بودن. البته گفت که حدود 100,000 نفر اونجا بودن. من فکر نمی‌کردم که نیس اینقدر بزرگ باشه که مثلا توی یه جشنی 100,000 نفر باشن. البته خب عیب نداره دیگه، گفت که لاف در غربت، مجاهدین توی یه سالن جمع میشن، یه مشتی عکس و چیز و اینها میگن، بیش از 100,000 نفر بذاریم بنده خدا هم بگن 100,000 نفر. اون که مهمه این که میگن این راننده همین جوری مردم رو زیر میگرفته، با این ماشین میکشته و زخمی میکرده و یک مایل رفته. اگه بگیم یک مایل رفته یعنی 1.6 کیلومتر 1600 متر رانندگی کرده و پلیسی که قرار بود چون مسابقات فوتبال توی فرانسه بوده و اینها گوش به زنگ باشن، آگاه باشن، پلیسی که قرار روز استقلال، روز جشن مواظب باشه، 1600 متر ماشینه میره تا این تازه بهش شلیک کنن و کشته بشن اینها. در صورت تا اونجایی که من خبر دارم نوشته بود 84 نفر کشته شدن، بیش از 200 نفر زخمی شدن که حال 50 نفر از آنها خوب نیست، حال وخیمی دارن. امیدوارم که این بنده خدا حداقل بهبود پیدا کنن و از بیمارستان آزاد بشن. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با دکتر سرهنگ عقیلی پور خواهیم بود. ساعت 4 بعد از ظهر خبر خوش، اینکه آقای ارشاد، حسن ارشاد از ایران به دلیل ماه رمضان برنامه پخش نمی کردن، حالا تصمیم گرفتن برنامه پخش کنن و اولین برنامهشون خیلی هم جالبه. درباره چی اینجا نوشتن، 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد از ایران، ایشون یه سری برنامه‌ای رو به عنوان تحلیل آموزه‌های بهایی شروع کرد. اول بهایی‌ها خیلی دموکرات منشانه میگفتن خیلی خوبه، هر کی میخواد بیاد از ما انتقاد کنه و اینها، بعد یکی یکی در رفتن. حتی جی ال ویز به من گفت شما اگه میخوان برنامه اینو بذارید باید بدید برای ما ویدیو بیاد، ما مثل وزارت ارشاد، مثل ساواک نگاه کنیم. گفتم برو بابا دنبال کارت. آقای رف آقای مطلبی رفت و گفتیم ببینید شماها نشون میدید که آزادمنش نیستید،
همون چیزی که آخوند سر شما آورده، شما میخواین سر نفر بعدی بیاری، تفاوتتون اینی که قدرت نداری. امروز تایتل یا تیتر برنامه آقای حسن ارشاد این هست: اسناد حمام نرفتن‌های عبدالبها. و خیلی جالب توضیح میداد و اینها راجع به دوش گرفتن و حمام خزینه، مثلا اینی که خیلی از ماها به دلیل اینکه نمیدونستیم ما اصل ماجرا چیه میگفتیم این خزینه کثیف توش که میرفتن هیچی، اون لجن و اینا. تازه توی اسلام هم بهشون گفته بوده یک قلوب از این آبم بنوشید، در صورتی که این آقای ارشاد توضیح میده میگه اونها پیشنهاد کردن وقتی میخواد بری توی خزینه ای، این آب باید به قدری تمیز باشه که شما با میل و رغبت بتونی یک قلوبشو بنوشی، نه اینکه یک قلوب بنوش از این آب لجن. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. ممنونم از آقای حسن ارشاد، خوشحالم که برگشتم. بذارید همین اول برنامه، ما هرچی بدهکاریم، جمعه است، جمعه توی آمریکا پیدی هست، یعنی روزی که پرداخت میکنن. اگه شما برای یه سازمانی، برای یه شرکت کار کرده باشی، بستگی داره که دو هفته یه بار بهت حقوق میدن، هفته یه بار میدن، جمعه پول بهت میدن که بلافاصله بری چکتو بگیری، شنبه یا شنبه بری با خانواده یا با دوستان این پول رو مصرف کنی و اقتصاد اینجا بچرخه. بهش میگن پیده. ما که کار نکردیم، پول نگرفتیم، ما که کسی هم برامون کار نمیکنه پول بخوایم بدیم، ولی بدهیامون رو روز جمعه سعی میکنیم پرداخت کنیم. بدهی بنده به خانم مستانه شرق یه عذرخواهی، یه پوزش، اونم پوزش بزرگ، برای که ایشون یه برنامه، یک دو تا عکس رو برای من فرستاده بود و من گفتم چه جالب، هر دو تا بچه من، هم دختر من هم پسر من، هم چی میگیم وقتی بچه، فکر کنی الان یه بچه یه ساله داره میدوه، اینها توی منزلشون از این سیستم استفاده میکنن. این سیستم ضمن این که خیلی ساده است ولی کمک میکنه، مخصوصا این روزا که میدونید خیلی از دوستان هستن که به اصطلاح متوجه شدن که بشر توی مخصوصا توی 100 سال گذشته از موقع پیدایش نفت و اینها و استفاده از زغال سنگ و اینها پدر کره زمین رو در آورده. حالا این دوستان فکر میکنن که یه کاری کنیم که اقلا ما بتونیم وضع کره زمین رو بهتر کنیم، بیشتر نگهش داریم، سالمتر نگهش داریم و ازش استفاده کنیم، ولی این رو به رسم امانت ازش استفاده کنیم، بعدم به نسل بعدی به اصطلاح در حین سلامتی و شادی تحویل بدیم. اون عکس ها که هست اینجا اینه، میبینید که خیلی ساده با یه سری بشکه هایی که این بشکه ها به نظر میرسه مال مصرف های دیگه ای بوده، همین سطل های آشغالی که ما مثلا استفاده میکنیم برای سطل زباله، سطل آشغال، اینا رو گذاشتن و اون آب روی سقف یا روی شیروانی که با چی بهش میگفتیم این میاد پایین، با خدایا این لوله‌ای که آب توش میومد چی میگفتیم یادمون رفته، بله اینجا اینو گذاشتن و این آب رو نمیذارن بره پایین دوباره بره تو چاه فاضلاب و اینها، اینجا نگه میدارن چون آب بارون هم هست، تمیز هست و اینا، برای استفاده باغچه، برای حیاط شستن، برای گل دادن. من یه ماجرای البته بعد براتون تعریف میکنم، بذارید این عکس بعدی رو بهتون نشون بدم. اینم همین دوستمون خانم مستانه شهر این عکس‌ها رو گرفته، احتمالاً از منزلشون هست، دیدم که ایشون منزلش هم قشنگ و مرتب و حتی اون برنامه‌های چوب برای زمستان برای سوزوندن و اینها رو هم ردیف گذاشتن. اینها اینجا هم باز می‌بینید که ناودون به اینا می‌گفتیم، از اون روی سقف، از اون حالا شیربونی هم که می‌گفتن شیربونی موقعی که آهن باشه، در هر صورت اینجا روی اینها یک آسفالتایی هست ولی آسفالتای کلوفت مثل مال جاده نیست، یه ورقاییه که از جنس آسفالت ساخته شده، میذارن روی سقف، بعد از اینجا این ناودون آب رو میاره، از اینجا یه لوله گرفتن برای توی این مخزن، احتمالاً این زیر این پایین هم شیر گذاشتن که این مخزن که پر میشه ازش استفاده کنن. به نظر من این کار خوبیه. ممنون و متشکرم از دوستان که آمدن. بله خیلی ممنون. نایر خانم میگه میگفتیم ناودان، ببینید شما باشید وضع ما بهتره. ممنون و متشکر. و در برنامه قبل از برنامه من آقای عیسی آزاده برنامه خوبی رو اجرا کردن و دوستان واقعا
وقتی اینها 30 سال توی اون گرما، اون فوان جوانی، بهترین موقع عمرشون رو ما هی میگیم به هدر دادن، ایشون میگه نه اتفاقا من به هدر ندادم، من رفتم هدفی داشتم، بعد فهمیدم اون سازمانه ما رو به اصطلاح فریب داده یا طی زمان عوض شدن. در هر صورت اینها میان دوستان، مشکله وقتی یه کسی رفته یه جایی، حالا بیاد از اون گذشته تعریف کنه، یادآور اون خاطرات بد بشه و اینها، ولی اینها با شهامت، با شجاعت میان تعریف میکنن. من از شما خواهش میکنم حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که با دقت گوش بدیم، درباره صحبتهای اینها تأمل کنیم، اول تحملشون کنیم، بعد تأمل کنیم. دوست خوب من آقای علی ترابی، همشهری نازنینم، آقا شما یک کمی هنوز مثل که ذات مسلمان ها تو داخلت هست و عوض نشدی مسیحی بشی، یک کمی مهربانتر باش. این کلمه تأمل رو یادت باشه، اگرم بلد نیستی فکر کن یعنی چی، یعنی حوصله کردن، یعنی وقت گذاشتن، بعدش تحقیق کنید، نه اینکه تو فوری اینجا اومده زنده از شما بشینی توهین کنی، فحش بدی، تهدید کنی و الی آخر. برنامه روی فیسبوک هست، میتونید ببینید. تا ساعات دیگر این برنامه به صورت بایگانی هم در صفحه آوا اسوسییشن کانون آوا خواهد بود، هم در صفحه تلویزیون مردم میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. پس ما بدهیمونو که یه پوزش خیلی بزرگ بود به خانم مستانه شرق دادیم و این روش آب ذخیره کردن یا آب باران را به هدر ندادن رو به شما نشون دادیم. حالا شما توی منطقه که هستید بسیاری به امکاناتی که دارید، اگر امکانش براتون هست این کار رو انجام بدید. بله شما اگه تو نیویورک زیاد استفاده میکنید، اصلا نه ناودونی میبینید نه چیزی، از همون بالا آب تو کنار ساختمون ها با چیز مخصوص میره توی آبشی و اینها، یا اگر هم باشه به شما اجازه نمیدن. حالا شما بیا یه سطل پلاستیکی بذاری زیرش آب جمع کنی. اگر جایی هستید که میتونید این اسراف، این مصرفای بیهوده رو کم کنید، تا اونجایی که میتونید کم کنید. ممنونم خانم مستانه شرق و مرسی که این رو به ما گفتید تا ما هم به دوستان بگیم. دیروز در فرانسه روز ملی فرانسه بوده، بعضیا به عنوان روز ملی نشنال دی، بعضیا به عنوان روز استقلال ایندیپندنس دی میگن. من تاریخ فرانسه رو نمیدونم که از کجا مستقل شده، چرا جشن میگیرن اینها، شاید آقای سرهنگ عقیلی پور در این باره برای ما بگن، ولی تا اونجایی که من میدونم فرانسه یکی از قدیمی ترین دوستان کشور آمریکاست. به همین خاطر هم انگلیسی‌ها خیلی از فرانسوی‌ها خوششون نمیاد، چون اون چهار پدر به اصطلاح فرانکلین و اینا که میرفتن میمدن اونها کمکشون میکردن، حتی چند تا کشتی و اینها بهشون دادن و آمریکا هم همیشه میگه ما دوست قدیمیمون رو فراموش نمیکنیم. به همین خاطر هم اوباما پیام تسلیتی فرستاد و الی آخر. فرانسه میدونید 3 تا به اصطلاح کشتار بعد واقعا تو این چند مدت اخیر داشته، حالا ببینیم چه خواهد شد. و اما حمله تروریستی با کامیون در شهر زیبای نیس، عامل حمله یک فرانسوی تونسی تبار بوده، به اشتباه نوشته یک تونسی فرانسه زاده بوده. آخه بابا این جملتون هم نگاه کنید، تونسی فرانسه زاده چیه؟ میشه یه فرانسوی تونسی تبار، یعنی پدرش، پدر بزرگش از تونس اومدن، حالا این تونس و ماجرای مراکش و ماجرای فرانسه و کلونی بودنش و استعمار کردن کشورها و بعدن حالا اونا اومدن. من همین پارسال 14 ماه پیش که در این شهر زیبای نیس بودم 5 روز، وقتی داشتیم با قطار از پاریس میرفتیم اونجا، وسط راه باید قطار عوض میکردیم، وسط راه نه، نزدیکی‌های همون شهر نیس، و اونجایی که وایسادیم فکر کنم مارسی هست، شهریه که اکثریتش مراکشی ها هستن، خوراک خوب، هوای خوب، ولی مردم نمیرن اونجا به عنوان توریست، برای که میگن امنیت نداره. چرا امنیت نداره؟ این مراکشی های بیچاره و بدبخت خودشون رو جدا نگه داشتن از آداب و
رسوم و فرهنگ فرانسه و به همین خاطر انگار این که مثلا اونجا مراکش، و حالا اگه مراکش هم باشه مردم مراکش هم میرن، در صورت وضعیت بدی داره. حتی این آقای آنتونی بردن که فیلم درست میکنه جای مختلف دنیا میره، رفته بود اونجا هی تعریف میکرد از خوراک و از آدماش و از مهربونیاشون و از مهمون نوازیاشون، از اون برم از معایبشون که اینها مثل گنگ های خطرناک مثل زمان گانگستر و اینها عمل میکنن. و خدمتون گفتم آقای سرهنگ عقیلی پور ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستن، و آقای دونالد ترامپ که نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان آمریکاست و خود جمهوری خواهان آمریکا هم دوستش ندارن و یکی پس از دیگری گفتن که توی این کانونشن یا گرده همایی حاضر نمیشن. البته یه عده سودجو مثل آقای نوت گینگریش و دیگران رفتن و این آقا گفت که من نخست وزیرا رو تا فردا پس فردا معرفی میکنم. گویا میگن دیروز بدون اینکه بخواد گفته که معاونش کیه، آقای مایک پنس. این با پنس شلوار اشتباه نگین، مایک پنس ایشون فرماندار ایندیانا هست، شخص ناشناخته ای هست، ولی بهش میگن دونالد ترامپ این رو به عنوان اتک داگ، یعنی به عنوان سگ وحشی که میخواد حمله کنه به کلینتون، این رو آورده و میگه این قدرت رو داره. اینجا اتک داگ داریم، واچ داگ داریم، اینا بماند. در هر صورت اینم از این. یه سری عکس گذاشتم براتون نشون بدم، ولی قبل از اون عکس دوست خوبمون این آقا فریان کوچولو که الان مردی شده برای خودش. فریان پسر بابک هروی هست و من میدونم براتون گفتم که مدت ها پیش، خب فریدم آمد، به به فریدم میگه که the English do not like anyone, they hate the Scottish, Irish, German, French, Russian, Italian, just hate all, it means the majority. فرید سایپور که در انگلستان هم زندگی میکنه و برنامه‌ای هم در تلویزیون مردم داشتن و من منتظرم در رابطه با اون اعداد و ارقام و اشتباهاتی که آقای ریچارد کندی کردن که میگن اشتباهاتی در ریاضی هست و اینها صحبت کنن و براتون پخش کنیم. ایشون میگه که آقا انگلیس فقط با فرانسوی‌ها بد نیست، با همه بده، با آلمان بده، با ایتالیا بده و الی آخر. حالا که خودشون اینجوری منزوی کردن و اینقدر شرایط انگلیس بعد از خارج شدن از ایو یا اروپا متحده به اصطلاح بد شده که حتی اونایی که خودشون تبلیغ کرده بودن که این کارو بکنیم یکی یکی رفتن کنار و فعلا یک خانمی به نام ترسا می، مثل مادر ترسا ولی می، فامیلیش مثل همین ماه می، این نخست وزیر میشه و فکر کنم آقای کامرون یا دیوید کامران خودمون 13 نخست وزیری هست که در تاریخ انگلستان زودتر از موعد مقرر از اون ساختمون شماره 10 رفته بیرون. این ساختمون شماره 10 من رفتم دیدم، خیلی هم عادیه، با اتوبوس از بغلش میری پیاده میشی وای میسی، این اسبا میان و خودش بعض وقتا میاد میره، و درست برعکس حکومت‌های دیکتاتوری تو دنیا اینها سعی میکنن با مردم باشن. حتی همون کاخهای معروفشون خیلی مردم تا دم درش میتونن برن، حتی میتونی یه قسمتاش بری داخل خرید کنی، یه مقداری تو قسمتای باغش و اینها قدم بزنی، و اینها هر به اصطلاح دیکتاتورایی رو که میذارن سر کار اقلا این چیزای کوچولو رو یاد اون احمقا نمیدن که آقا تو هم اینجوری کن مردم باهات باشن، ازت وحشت نداشته باشن، ببین از ما یاد بگی. خب بریم سراغ فریان. Happy birthday Baba, you are my hero. آقا عجب، واقعا عجب تصادفی بابک. من دیشب از بابک احوال فریان پرسیدم، بعد بهش گفتم که do you mind، یعنی مسئله نیست که من عکس فریان رو تو تلویزیون نشون بدم. خب آدم، من یکی از دوستان سعید پسرش کامران اگه اسمش درست یادم باشه توی این مسابقات بازی و کامپیوتر و اینها برنده شد و عکسش نشون داده بود. حالا فریان یه بیماری به اصطلاح داره که وایساده مقاومت میکنه و امیدواریم که با خبرهای خوشی، عکسای خوشگلتر و بهتری، خوشگل هست خوشگلتر، خوش چی میگن،
هندسام میشه خوشتیب، خوشتیبتری هم داشته باشیم و خودش و باباش با هم بیان صحبت کنه. ولی باورم نمیشد که تولدش هست امروز. اینجا نوشتن تولدت مبارک و خیلی خوشحالم. پس دیگه از این بهتر امکان نداشت. من بذارید این عکسش رو بهتون نشون بدم. و چرا عکسش رو بهتون نشون میدم؟ دوستان، اونایی که مثل من باور ندارید که دعا و اینها کاری انجام میده یا حتی در وجود خدا شک دارید، که البته بعض وقتا من به دوستان میگم، میگم شما قضاوت بی خود کردید. من نمیگم خالقی نیست، نمیگم خدایی نیست، نمیگم آفریننده ای نیست، میگم اونی که تو میگی به این صورت من قبولش ندارم. اون الله یا اون خدای بدذاتی که تو را هی میسوزونه، هی زندت میکنه، هی دوباره آتیش میکنه، هی استخون، بعدم میگه من خودم همه چیز رو میدونستم، خب این یه شخص دیوانه وحشیه. حالا با این حرفا عکس زیبای فریان خراب نکنه. در صورت فریان عزیز، به قول آمریکایی‌ها get well soon. And اولین روزی که این به اصطلاح برنامه های بیمارستان و اینها تموم شد و آمدی نشستی بغل دست بابات، همجور که توی عکس ها هم هست دارین با هم گیتار میزنین، ما هم دوست داریم که بشنویم و این عکس ها رو. بله، بابک دو تا پسر داره. اتفاقا دو سال پیش آمد اینجا، ما قرار بود همدیگر رو ببینیم، ولی وقتی رفتن تو واشنگتن رفتن تو موزه ها و این ور دیر شده بود، دیگه بابک نیومد. و میبینید فریان با اون کلاه سبز و این هم داداشش، اینم بابک زمان جنگ تو ایران و اینها، که اون هم خاطرات خودش رو داره. من دوباره اون عکسی میگردم بابک که دارید با هم پیانو میزنید، چیز گیتار میزنید، اینم باز اینجا هپی بیرثدی بابا، You are my hero، تولدت مبارک فریان، 15 ساله شده. بله، داشتم اینو توضیح میدادم که من با وجودی که اعتقاد ندارم و اینها، ولی خب وقتی به یه نفر میگم امیدوارم حالت خوب بشه، مثل این میمونه که شما بهش گفتیم من برات دعا میکنم. و تازه دوستان براتون بگم، توی آمریکا و توی دنیا ثابت کردن که حتی این دعا کردن، امیدوار بودن، با طرف صحبت کردن، تاچ کردن، سگ و گربه ها رو بردن پهلوی اینها، اینها رو شفا میده. و اگر کسی در این رابطه صحبتی داره، من میدونم خانم مستانه شرق خیلی به این چیزا باور داره، میتونید 10 دقیقه ربع ساعت مهمون برنامه من باشید و در این مورد، در مورد این هیلینگ، بهبودی، بخشیدن به دیگران با فکر خوب، اینها برای ما صحبت کنید. بازم ممنون و متشکر از بابک هروی و تولد فریان رو تبریک میگم. مطمئنم که نیر خانم، این خواهر بزرگ دوتامون، هم الان خوشحال است که امروز صحبتی از فریان شد، چون گهگاهی احوالش رو دوستان از من میپرسن. خب ممنون و متشکر. فریان هروی به اتفاق بابک گفتیم و چه تصادفی فریان جان، واده کوین کدی کوینسیدنت که همین روز تولدش شما. خب اینم شاید یه قدرت تلپاتی و این چیزا هست. و اما یه دوستی دارم، آقا پرویز، ایشون مدت هاست با من دوسته، کسی هست که یا باهایی بوده یا میخواسته باهایی بشه، در صورت الان از باهایی ها انتقاد میکنه. چند بار ازش خواستم بیاد صحبت کنه، گفت من که گفت که راننده کامیون هست توی جاده هست و اینها نمیتونه بیاد. بعد قرار شد یه مقداری به اصطلاح تلویزیون مردم رو حمایت مالی کنه تا ما بتونیم اون چیزایی رو که اون میخواد نشون بدیم و بیشتر اینا. این کارم نشد. بعد حالا معلومه که اوضاع بیزینسش خوب نیست، حتی میگه کامیون رو گذاشتم که بفروشم. گفتم خب میدونید کامیون مثل که تو کانادا گرونتر از اینجاست، اینجا مثلا کنورت و پیتربرت و اینا اگه اسبش کله خالیش باشه از 60-70 تا شروع میشه تا 130-140 تا top of the line، ولی اونجا ایشون نوشته بود $250,000، یعنی $250,000 احتمالاً اونجا گرونتر هست، چون اولا دلار کانادایی صحبت میکنن که بعض وقتا 80-90% دلار آمریکایی ارزش داره. ولی جالب اینه که پرویز یه پیشنهادی کرده، گفته خب سوربی، شما که الان فیسبوک رو
راه انداختی، برنامه زنده میذاری و مثلا فرید اگه از انگلستان یه چیزی میندسه یا نایر خانم لطف میکنه ناودان رو یاد رفته بهت میگه و این چون سمت چپت هست شما نمیبینی، یه نفر یه دوستی رو یه کسی که علاقه داره به کارهای تلویزیونی داشته باش که اون نشسته باشه فیسبوک رو نگاه کنه ولی مثلا با تو از طریق اسکایپ مستقیم روی خط باشه و اینجا بهش میگن کوهوست. کوهوست مثل کوپایلوت یعنی خلبان، کمک خلبان، برنامه مجری برنامه دیگه ما نداریم، کمک مجری میگن مجریان برنامه. بعد من گفتم ای چه پیشنهاد خوبی و اینها، گفتم لابد حتما تابستون و استراحت گرفته و اینها میخواد خودش این کارو بکنه. متاسفانه چیزی که من اتفاقا جمشید همشهریمون جمشید شکیبا هم نامه نوشته براتون میخونم، من متوجه شدم تو تلویزیونای ایرانی یه برداشت غلطی جا افتاده، دلیلش هم خود ماها هستیم که از 20 سال پیش که مثلا بنده اومدم صحبت کردم، قبل از من آقای نمیدونم لیمونادی، قبل از من آقای نمیدونم دیگه کیا بودن، ضیا آتابای، هر کسی بوده، اینها چون سیستم تلویزیون ایران دولتی بوده بلد نبودن، حالا که اومدن میخوان شخصیش کنن از شخصی عبور کردن و خودمونیش کردن. ببینید شما یه بیزینسی داشته باشی، یادمه این کباب بازار ما هی تبلیغش میکنیم ولی کباب بازار به ما تبلیغ نمیده، ولی هر روزنامه پدر سوخته ای که میاد متقلبی که پول مردم خورده تا باز میکنه میره از این آگهی میگیره، اینم برای بهروز محمد اگه کسی میشنوه بهشون بگه. کباب بازار یه رستوران خوبیه، دوتا دانشجو همکلاسی، یکی بچه تهران یکی بچه مشهد، بهروز بچه مشهد، محمد بچه تهران، یا شاید هم دوتاشون مشهدیان یادم نیست، اینها اینجا درس میخوندن، بعد تصمیم گرفتن رستوران باز کنن، رستوران موفقیه، خوراکاشونو مردم میگن مثل خوراک خونگی میمونه. اینم ما یه مرضی داریم ما ایرانی‌ها، خونگی بهمون خوراک میدن، دوست داریم بریم بیرون خوراک رستوران بخوریم، وقتی میریم رستوران دوست داریم رستوران خوراکش خونگی باشه، نمیدونم والله. خلاصه حدود 20 سالی هست اینا اینجا این کارو میکنن، الان هم دو تا شعبه دارن، یه شعبه هم تو مریلند و اینها، و این رستوران خصوصی دیگه سرمایه گذاری کردن، خودشون وای میسن با عرق جبین پای منقل و نمیدونم گاز و اینها کار میکنن. اشتباهی که کردن خودمونی شد، خودمونی این شد که خب لطف میکنن از وقتی شما میری چایی برات میارن، مشتری ها رو همه میشناسن، مشتری ها همه رگولار هستن، یعنی روزانه همه میرن اونجا، اون وقتا خیلی قیمتش خوب بود، الان یک کم گرون شده، آخرین باری که رفتم برنجم به هم کم دادن، شکایت دارم میکنم همینجوری. حالا بهروز میگه آقا چرا تو تلویزیون میگی، بیا به من بگو. نه آقا من بیام بهت بگم چه فایده، آقای پرویز کاردان اومد اونجا وقتی خوراک خوردیم یه تیکه پلاستیک توی دیزیش بود، شما حتی اون دیزی رو عوض نکردید، بعد رفتید اومدید گفتید چیزی نبوده، سر فلفل دون بوده افتاده توش. آقا این پلاستیک توی آب گرم دیشب تا صبح جوشیده، این بنده خدا حالا سرطان نگرفته باشه چه ما وقتی هم میخوایم تعریف از یکی کنیم از بس دلمون و زبونمون و مغزمون یکی هست اشکالا رو میگیم. داشتیم اینو میگفتیم که بعضی از بیزینس ها از خصوصی بودن به اشتباه تبدیل میشن به خودمونی بودن. این کباب بازار بنده خدا دید خب این ناصر میاد، نمیدونم بهروز میاد، اون میاد، این میاد، گذاشت که چیز کنن، آرش میاد، گذاشت که اینا بیان بشنن تخته بازی کنن. بعد دیگه طرف وقتی میخواست نهار بخوره میگه آره کجا برم دو سه ساعت، همینجا تخته بازی میکنم، شام هم همینجا میخورم. بعد این سر صدای تخت ریختن روزای اول خیلی اذیت و آزار نمی کرد، بعد تشویق کردن، جر زدن ها، قر زدن ها، اونایی که دور و بر می شینن 5 و 6 5 و 5 6 و 5 نمیدونم اینا، باعث شد که مشتری های دیگه شکایت کنن که آقا ما اگه می‌خواستیم بریم یه جایی که ورزش میکنن بازی میکنن میرفتیم بیسبال، ما اومدیم رستوران ایرانی. خلاصه این بنده خدا به این دوستان گفت آقا ما اشتباه کردیم، این برنامه چیز رو گذاشتیم اینجا، بله رستوران نیبرز یه اتاق جدا گذاشته، برید تو تخته بازی کنید، چای بخورید تخته بازی کنید، سیگار بکشید، اون مهم نیست. گفتن ما اشتباه کردیم. آقا دوستان دلخور شدن رفتن غر کردن، یه سری من دوستان دیگه سعی کردیم اینا رو آشتی بدیم، یه چندشون آشتی کردن برگشتن، یه چندشون دیگه قهر کردن رفتن، در خونهشون گفتن خودمون مگه کباب پختن چیه، ما خودمون کباب میپزیم و اینها و بمانه. ت
تلویزیون ها از این خصوصی شد خودمونی. قربونتون برم، خیلی ممنون، لطف کردید، زنگ زدین، نمیدونم قدمتون رو سر ما، قدمتون رو چشم ما، ما اصلا اینجا زنده هستیم برای شما. ما نه از راه خواستن اینجا اومدیم، به جبر اینجا اومدیم، از این تعارف های مزخرف دروغ. و خب بیننده یه سریشون گفت که اینجا خونه خاله است دیگه. حالا خونه خاله بودن چیه؟ اینه آقا پرویز، وقتی ما بهش گفتیم شما حاضری بیایی، گفت که نه، من که نه، من که نمیتونم مجری باشم، شما بهتره یه جوونی رو پیدا کنید که علاقه داشته باشه و اینها، چه بهتر که این جوونم یه بانوی ایرانی باشه، یه خانم ایرانی باشه. گفتم آقا قربونت برم، حالا دیگه ما که تلویزیونمون همینجا، از استودیومون و منزلمون و به اصطلاح آفیسمون همینجاست، حالا دیگه ما یه خانم جوانم بیاریم اینجا، بعد خدای نکرده اینا هم که میدونی تو ماجرای آمریکا این روزا به هر کی صحبت میکنی یه دفعه یه پروپاگاندایی برات درست میکنه و میگه یه پروپاگاند براش بالا آوردن، بعد حالا دیگه میخوای بابا قربونت ما این توی خونمون هم نتونیم بخوابیم، مجبور بشیم بریم تو خیابون و کنار خیابون بخوابیم، نخواستیم. ولی ماجرا از این گذشت و پرویز گفت که شما به جای این که هر روز دو ساعت یک every other day سه روز در برنامه دو ساعت سه روز در هفته دو ساعت برنامه داشته باشی، بیا و پنج روز هفته برنامه بذار، یه ساعت اون یه نفر هم حالا به طریق فیسبوک و به طریق تلفن و اسکایپ با شما باشه، ولی توی محل نباشی. مثلا من نخوام اینجوری بشینم دو ساعت بعد که برنامه تموم میشه گردن درد با گردن و با پیچ و موره چیز کنم، من اینجا نشستم اتفاق تلویزیون رنگارنگ، یا خود ما این کار کردیم از یه جای دنیا با هم صحبت کردیم، الان من با پاریس تو برنامه قبلی صحبت میکردم و الاخر. بعد گفتم که خب پیشنهاد خوبیه، ولی من اون دو روز دیگه میرم کار میکنم، من میرم ساعت 18 دلار، ساعت 35 دلار، ساعت 85 دلار، بعضی وقتا ساعت 135 دلار در میارم که بتونم بیام این سه روز اینجا با شما باشم. آیا شما یا کسی هست که حاضر باشه 100 دلار برای این برنامه زنده بده اونجا بشینه این کارو بکنه اینا؟ گوه ما هم پول بدیم هم بشینیم اونجا، کارگرم وقتی میاد نمیدونم پول ما آینده میدن، سیستم شما قدیمیه. گفتم آخه قربونت برم، من که دارم کار خودم انجام میدم، من که به اندازه خودم دارم هزینه میکنم، شما که آمدی پیشنهاد میکنی، حاضری برای این به عنوان یه ونچر جدید، یه بیزینس جدید، حاضری برای این سرمایه گذاری کنی؟ حاضری 10,000 دلار بیای بذاری هفته 200 دلار، هفته 200 دلار یک سال میشه 10,000 دلار، بیا بذار آقا، بعد شما این 100 دلار میدی که من اینجا باشم این کارا رو انجام بدم، هر چی پول برای اون برنامه اومد مال شما، اگه 100,000 دلار اومد 200,000 دلار اومد مال شما. ولی من اتفاقا با یه خانمی تماس گرفتم هفته پیش، یه نمایشگاهی نمایشگاه داره و من میدونید که چند تا به اصطلاح پرینتینگ تابلوهای قشنگ و زیبای آقای سالار احمدیان رو دارم، حدود 8 تا 9 تا حدود 100,000 دلار پولش هست، و گفتم اگه کسی میخواد حاضرم به یه قیمت خوبی بفروشم. شما هم دوستان اگر فروشگاه مبل دارید، فروشگاه چیزی دارید، یا خونتون، منزلتون، خب من اینجا منزلم بزرگ بود، اینا رو زدم به دیوار، حالا میخوام خونم رو عوض کنم برم یه جای دیگه، به قول معروف ما دیگه امتینس شدیم، بچه هامون رفتن، این خونه به درد ما نمیخوره، بریم یه جای دیگه. وقت شما اگه یه چیز بزرگی بر بزنی توی خونه کوچیک اصلا زشت میشه، تازه اون خونه هم کوچیک‌تر میکنه. خلاصه با این خانم که تماس گرفتم گفتم آقای سوری من شما رو میشناسم و من همیشه در رابطه، گوش کنید دوستان، دوستانی که افتخار میکنید به کوروش داریوش، آقای داریوش مهرجویی که گریه میکنی توی مردن کیار رستمی، حالا وحشت مردن به خود دست داده، ولی شما دلتون برای همدیگه نمیسوزه، گوش کنید. این خانم گفت هر وقت من با ایرانیا میخوام معامله کنم یاد حرف شما میفتم. گفتم چه حرفی؟ گفت شما گفتید بابا جون بردهداری هم که ما اینقدر ازش بد میگیم، اون صاحب مزرعه یک آلونکی بغل استبل یه جایی برای برده میذاشت، بعد خوراک بهش میداد، درسته با خودشون سر میز نمیشستند، ولی تو آشپزخونه تعمونده خوراک یا یه خوراک مخصوص اونا بهشون میداد،
از این هم شما بگذر، این که برده بوده باید زنده نگهش داری، مواظب سلامتش باشی تا فردا بیاد برات کار کنه، ولی شما که نمیخوای اینا را یه هفته کار کنن از گرسنگی بمیرن، تازه حالا شما وایسی اون برده های دیگه بیان زمینو بکنن بشه برای این قبرستون، شما که نمیخوای قبرستون باز کنی، میخوای مزرعه و نمیدونم پنبه و فلان اینها. گفت شما این مثال زدی، گفتی آقا اصلا من برده شما هم نیستم، بنده الاغ گاو قاطر باربر، بابا به این الاغت، به این قاطرت، به این اسبت، به ماشینت مگه سوخت نمیدی؟ وقتی شما رو میبره بارتو میبره، مگه مواظبش نیستی؟ مگه لاستیکش رو نگاه نمی کنی؟ مگه نعلش رو میخ نمی کنی؟ مگه وقتی که وایساده هفته یه بار خشو میگفتن خشوش نمیزنی؟ اگه بغل یه آبی رسید مگه یه آب خنک بهش نمیدی؟ خب چجوریه که به ماها که میرسید همش یه طرفه میشه؟ خب من نمیخوام اینجا بشینم قضاوت کنم بگم آها پرویز مثلا تو نداری هفته اینقدر بدی، به من نیست، ولی چجوری من حاضر میشم بیام بگذرم از وقتم؟ پول آقا اینجا میگن توی آمریکا میگن شما around the clock یعنی 24 ساعت میتونی کار کنی پول در بیاری، و واقعا هم درست میگن. خب هر که از پول بگذرد از پول گذشت. ماها از پول گذشتیم، بابا حالا ببخشید من خودم به دیگران، به این نمیدونم تیمور لنگ، به اون احمق، به اون یکی، به اون یکی نق میزنم، ولی اینا هم بدبخت ها زندگیشون رو گذاشتن اومدن، یا اون حالا مردی که خب میتونه بازنشسته بره به نوش بازی کنه، پیتزا فروشی داشته، حالا یه حقوق بازنشستگی داره، الان از وقتش میشینه، همین که تو خونش خانمش یواشکی چای میاره براش میذاره، گفتم چایی، به طرف گفت چه شاد بادومیه، گفت بادوم هوس کرد، حالا ما گفتیم چای، همین که اون خانمش تو اون یه ساعت دو ساعت برنامه مجبور یواش را بر سر صدا نکنه، خب این یه چیزی رو از زندگیش داره به شما میده، آزادی خودش رو محدود کرده، ولی ما نمیخوایم این کار انجام بدیم. تازه خوبش رو میخوایم، زنم باشه، جوونم باشه، خوش بیانم باشه، حتما فردام که اومد هی میگید آقا این دکمه بالاشو بسته، بابا به خود من شما میگید، میگید چرا دکمه بالای تیشرت تو میبندی؟ آقا خانم به تو چه؟ خیلی دیگه ما خودمونی شدیم، این خصوصی بودن رو با خودمونی بودن قاطی نکنید. بریم سراغ جمشید که در همین رابطه میخوام یقه جمشید رو بچسبم، و خوشحالم که این در دوستی من و جمشید باز شده و ایشون میتونه قشنگ راحت بنویسه یا پیام بذاره، منم برای شما بخونم. میگه که ایشون برای من نوشته بود که با اون تلویزیون ایران آریایی تماس گرفته، تلفنش قطع کردن، چنین و چنان و اینها، و حالا میگه که من فهمیدم که تلویزیون تو جای آزادیه، میخوام بیام اینجا درباره اونا صحبت کنم و میخوام بیام اینجا از طریق اینجا پیام به شاهزاده بدم، امیدواریم شازده نشسته باشه برنامه رو نگاه کنه. من فکر میکنم شازده اگه برنامه های من رو نگاه کرده بود بعد از این 18 سال الان اون یه مقداری مرد عمل بودن یا مرد عمل شده بود یا فهمیده بود که مرد عمل نیست، ولی وجدانش کانشس بهش میگه آقا بیا به مردم بگو من مرد عمل نیستم، میخوام برم بچه داری، برم دنبال بچه داریش. فکر نمی‌کنم ایشون برنامه من رو نگاه کنه، ولی مطمئنم خانم وفایی و چند تا از این بدبخت‌های حقوق بگیر رو مجبور می‌کنه که نگاه کنه اینها. جمشید میگه دوباره در هفته بعد با او تماس گرفتم و گفتم آقای وطنخواه، من مرتب اسامی اشخاصی را مشاهده می‌کنم که لطف می‌کنن و به تلویزیون ایران آریایی دست یاری می‌دهند و این اسامی به صورت نواری در حرکت است که کار درستی است و من دوست داشتم عین این کار را در بنیاد نوروز هم در برنامه‌های خود می‌کرد. نمی‌دونم بر بنیاد نوروز برنامه تلویزیونی داره یا هرچی، نمی‌دونم، که متأسفانه نکردم. من سعی می‌کنم تا آنجا که از توانم برمی‌آید اگر ایرادی انتقادی هست خب آن را خوب آن را بررسی کنم و من بیش از دو ماه به این اسامی یاری دهندگان با دقت نگاه کردم و هرگز نام شاهزاده را در آن لیست ندیدم. هنوز پرسش من کامل نشده بود که خط ارتباطی تلفن من قطع شد.
و حالا جناب سوربی گرامی میخواستم این پرسش را از تریبون آزاد شما از جناب شاهزاده گرامی، ایشون نشته شاهزاده، شاهزاده گرامی داشته باشم. والا حضرت شاهزاده رضا پهلوی میدانند که تلویزیون ایران آریایی هیچ گونه رابطه تبلیغاتی با هیچ مرکز تجاری ندارند و نیز درآمدی از این طریق کسب نمیکنند، اما تبلیغات در مورد خاندان پهلوی در این تلویزیون یک استثناست. با این توضیح مختصر پرسش این است که آیا جناب شاهزاده هیچ گونه هزینه‌ای یا هیچ گونه کمک مالی به این تلویزیون می‌کنند؟ اگر جواب بله است، چرا نامشان که حتی می‌تواند تشویقی برای دیگر هموطنان باشد در آن لیست نیست؟ و اگر جواب منفی است، چرا کمک نمی‌کنید؟ از جناب سوربی گرامی تمنا دارم اگر صلاح میدانید این پرسش را با صدای بلند بخوانید، شاید و به این امید که به اطلاع ایشان برسم. خوندم. با سپاس فراوان جمشید. حالا من نظر خودم رو میگم. اولا این کاری که اون زیر می‌نویسن تیکر بهش میگن، دیدید که تلویزیون‌های دیگه هم این کارو میکنن، ممنون از سهراب از فلانجا، ممنون از مینو از فلانجا. این به این وسیله این بیچاره‌ها رو توی یک، اینجا میگن تو کورنر نگه میدارن، توی یک مزیقهی نگه میدارن که هی این ماه پول ندادی یا مینو خانم ثقفی پول بفرست بیاد، آقای سهراب چمنارا پول بفرست بیاد. این یعنی حقیقتا یک چیز بیزینسی هست. شاید منم یه روز مجبور بشم این کار بکنم، ولی من از وقت اومدم تلویزیون برنامه قدیمی من از کس دیده باشه گفتم اگر یه روزی قرار باشه از مردم پول بگیریم میبندیم میریم، ولی متاسفانه به این روز افتادیم. چرا؟ به قول جمشید تلویزیون ها آگهی ندارن. شما ایران آریایی رو نگاه کنید، یه دونه آگهی نداره، ولی همش از صبح تا شب فوش به این ورمه میده آگهی خانواده پهلوی رو میکنه. ولی بذار برات رابطه تلویزیون ایران آریایی رو با خانواده پهلوی بگم. اولا خانواده پهلوی، ببخشید اینو میگم، میدونید که میگن عاقبت گدازاده گدا میشه. خانم فرح پهلوی حالا همچی زندگی بد و فقیرانه هم نداشته، ولی به خاطر اینکه یتیم بوده و نمیدونم داییش بزرگش کرده، خالش بزرگش کرده و فلان اینها، میگن ذاتش گداست. درسته میره تابلو نقاشی میخره، از همین آقای سالار احمدیان چندین تابلو گرفته و اینها، و ولی ذاتش گداست. به همین خاطر و الا شما مسافرت که میخوای بری جواهرات تو با خودت نمیکشی بری، الا اینکه جواهراتت از همه چیزهای دیگه برات بیشتر ارزش داشته باشه، ذاتت گدا باشه. این گدا بودن، خسیس بودن توی آقای شاهزاده هم هست. آقای احمدعلی مسعود انصاری تعریف میکرد، میگو نه من برداشتی از پول و اینها نداشتم، این بیچاره هم نمیدونه، از بس یه مش چاپلوس دور برشن هر وقت میره رستوران اونا پول میدن، میگه این وقتی تنها میره اصلا یادش نیست که باید پول بده، یادش نیست که باید انعام بده. یه خانم ایرانی به من زنگ زد چند سال پیش، گو آقا این اومده مثلا چک شده $20 $20 به زور. اولا منتظر بوده من بهش میگم نه خیر آقا بفرمایید، شما شاهزاده هستید و یه روزی شاه شدید، من این $20 میارم $200 میگیرم فلان. گو پول خوراکشو به زور گذاشته. دوست عزیز، رضا پهلوی یک پنی به هیچ کس نمیده. من یقهشو گرفتم سال 1987 توی این پارک گری فارس، بهش گفتم آخه توی ارتش ایران 4 نفر آدم نبود که از تو نگهداری کنن که این پول به اونا بدی که رفتی 4 تا اسپانیش و 4 تا سگ استخدام کرد، سگ استخدام کرده بود، سگایی میدونید همون واچ داگ و اینا. و آقای رضا پهلوی تکلیفش رو با افرادی مثل سعید سکویی و آقای آریان وطنخواه توی یک نوشته ای از دفترش اعلام کرده که آقا من اصلا با اینا رابطه ای ندارم، مثل ماجراش با این امید دانا، مثل ماجراش با این خسرو فروهر. اینا وقتی میان به یه امیدی میرن دوربر رضا پهلوی، رضا پهلوی از همه اینا زرنگتره. رضا پهلوی مار خورده افعی شده، الان افعی 50 و چند سال است. این وای میسه اولی که اینا با شور و هیجان میرن و پولی دارن و پولی میدن و کمکی میکنن و اینها، از کمکشون از نیروشون از وقتشون استفاده میکنه، همچین که رسید به موقعی که حالا باید اون کمکی به اینا بکنه کم محلی میکنه، یکی یکی اینا میان ویدیو درست میکنن، نامه نمیدونم تگشاد و سرگشاده به آقای رضا پهلوی، اونم اصلا ککش نمیگزه.
و اصلا ایشون به کسی نه پولی داده نه میدهد و نه خواهد داد، شما نگران این قسمت نباش. ولی آقای مهدی وطنخواه، آریان وطنخواه، خواهرش که فوت شد بیچاره، یا دستندرکاران تلویزیون ایران آریایی اینجا نیستن، ولی اگه خدایی وجود داشته باشه خداشون اینجاست. آقا جمشید، به من و تو مربوط نیست که اینا چجوری مینویسن، به من و تو مربوط نیست که این پولش از کجا میاره. آقا من شنیدم ماشین میخره و میفروشه، مثل که چیز خوبی داره، بیزینس خوبی داره. مگه اون تلویزیون اندیشه آقای نادر دورمانی نمایندگی میتسوبیشی اینا تو کانادا داره؟ آقا شما خیلی خودمونی شدی با تلویزیونا، به عنوان تلویزیون خصوصی نگاشون کن. اینها هر کدومشون یه بیزینسی دارن، اصلا بعضی هاشون حالا کورپریشن و اینا که میگیم از ترس اینی که پول شکایت نشه و فلان و اینها، ولی یه بیزینسی داره که این بیزینسه اصلا خودشه، وجودشه، خانوادهشه. دلش میخواد آقا اینجوری باشه، یکی دلش میخواد بچهش رو تا ساعت 11 شب 12 شب نگه داره پیانو بزنه که انگشتاش نمیدونم خون بیاد، یکی مثل من میگه آقا ولش کن، هر وقت پیانو خواست خودش میره 4000 دلار میده پیانو. یکی مثل شما ممکن بره یه استاد سمفونی بیاره برای بچه 5 سالش. چرا شما به دیگران میخوای بگی مثل شما زندگی کنن؟ چرا شما میخوای به دیگران بگی اگه من صاحب ایران آریایی بودم این کارو میکردم، اگه من صاحب تلویزیون مردم بودم این کارو میکردم؟ آقا نیستی، شما نیستی. تا روزی هم که کسی نیومده یا ازت مجانی نظر بخواد یا بهت حقوق بده بگه آقا 2 ساعت من میام مشروع اینجا این رسمه، طرف میره 2 تا 400 دلار 2 تا 500 دلار میده به یه نفر، میگه شما بیا به من بگو من پولم رو چگونه خرج کنم، financial advisor. یا میره میگه که آقا من یه عمر کار کردم، قوانین آمریکا رو بلد نیستم، میخوام فردا که اگه من مردم این بچه‌هام اینجوری باشن، شما به من بگو 1000 دلار 2000 دلار ازش میگیرن، بعد وقتا پولش هم میگیرن، میگن ما نگهداری میکنیم. آقا شما به چه اختیاری به دیگران میگی اینجوری بنویس، اینجوری عمل کن، اینو بگو، سوربی تو نگو احمق، فقط من میتونم بگم سوربی احمقه. آقا جون قربونه دارم، تلویزیون رو میای نگاه میکنی، دوست داشتی حمایت میکنی، دوست نداشتی ولی عاقل بودی، فهم و شعورت این بود که من مخالفم هم باید صحبت کنه، باز حمایت میکنی. اونی که میگه من حاضرم جونم رو بدم ولی تو بتونی حرفت رو بزنی، دوست نداشتی جز اینا نباشی، نگاه نکن آقا، خرجم نکن، پولم نکن، برو یه جای دیگه. ولی شما نمیخواد به اون بگی تلویزیونشو اینجوری اداره کنه، به من بگی اینجوری برنامه اجاره کن. اون یکی بابا خیلی دیگه خودمونی شدیم و من نمیدونم چجوری ما از این شر خودمونی بودن باید بیرون بیان. خب باز میبینید، باز نگاه این ور بکنم، در صورت دوستانی که روی فیسبوک هستید اگه لطف کنید این رو با دوستان دیگه شیر کنید زیر همین، بذارید من اینجا نگاه کنم. البته چون من خودم صاحب این فیسبوکم و از صفحه خودم دارم این کار رو انجام میدم، نمیبینم که اون زیر هست همچین چیزی یا نه. بذارید الان یک لحظه نگاه کنم، برنامه زنده سوربی با مردم، بله برای منم شیر گذاشته. حالا ببینیم وقتی شیر میکنیم چی میشه. شیر میگه با کی؟ میگیم با همه. حالا ببینیم چی میشه. خب اینجا می‌نویسیم سوربی با مردم لایف، فکر کنم یه بار دیگه میاد اون بالا پست، ببینیم چی شد. در هر صورت یاد میگیریم، هر روز روز یاد گرفتن هست و هیچ وقت گیو اپ نکنید، یعنی نبرید، نگید من دیگه هیچی نمیخوام، همه چی یاد گرفتم. دوستان عزیز، بعد از برنامه من ساعت 4 آقای حسن ارشاد ویدیو 1 ساعته‌ای داره، به نظر من خیلی هم جالبه، چون راجع به حمام نرفتن 1 ماه و 3 ماه و 1 ساله آقای عبدالبهاست که میدونید بهایی ادعا، البته ایشون میگه ادعا کردن که اونها دوش رو آوردن، ولی فکر کنم اینها گفتن موقعی که آخوندهای دیگه میگفتن دوش حرامه برای که آب کور نیست، اینها دوش رو حلال کردن. و حالا میشه هم بزنی که اصلا این کلمه دوش که اصلا فرانسویه فکر کنم.
که یک کسی اختراع کرده همچین چیزی رو که به جایی که بپرن تو حوض یا برن کنار رودخونه آب بیاد از بالای سرت بریزه و ضمناً میگن آبم کمتر مصرف میکنه دوش، به دلیل اینکه سوراخ‌های زیادی داره میریزه شما معمولاً آب کمتر میریزی، برعکس اون که فکر میکنی خیلی داره حالا آب تموم میشه. بله، برای اجرای برنامه مشترک سه شنبه و پنج شنبه که این را هم تا اسم پول آمد به اصطلاح دیگه پرویز رفت و یه دوست دیگه ای باز تماس گرفته بود که آقای صوبی ما اینجوری اینجوری، گفتم برات نوشتم که من اگر کسی پول نریزه باهاش حرفی ندارم، من این برنامه رو این قسمت رو مجانی انجام میدم، ولی اگه کسی میخواد بیاد برنامه بگیری یا در باره برنامه صحبت کنه $30 $50 حداقل باید بریزه برای نیم ساعت یه ساعت وقت من که میام باهاش خوب صحبت میکنم. تازه این دوستمون میگه ما یک بیزینسی زدیم، من مسئول مدیا هستم، میخوام از شما کمک بگیرم. خب قربونه برم، اگه شما مسئول مدیا هستی، اگه میدونی که احتیاج به کمک من نداری، اگه نمیدونی چرا به دوستات به شریکات نمیگی که آقا بدم نیست ما یه $100 کادو بدیم به این آقای سوربیا. ضمناً یکی از دوستان از نیویورک برای نوه من یه لباس دخترونه کوچولو فرستاده، خیلی ممنون متشکرم، و همه مثل اون نادان که این پولو فرستاده احمق نیستن. ما باید آقای جمشید خان کلمه احمق رو داشته باشیم که بگیم اون کسی که این کارو میکنه احمقه، اون کسی که اون کارو میکنه آدم خوبیه. همه کلمات، همه چیزا تو دنیا نسبیه. ما باید داشته باشیم که بگیم آقا این حرفی که این زد احمقانه است، اون حرفی که اون زد عجب حرف عاقلانه‌ای بود. قیلا شما یه مدت بشین مسئول یه کشوری، یه مدت ما کلمه احمق رو استفاده نکنیم فکر میکنی مردم هوشمند میشن؟ نه، اون لغات رو کم کردی، زبان رو خراب کردی. اینم از این ماجرا. روی این صفحه کاغذم ببینم براتون چی دارم. اسناد حمام نرفتن عبدالبها، مجله آزاداندیشان رو اون روز گفتم. و بریم سراغ پرونده های اینجا. 9 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور. از کجا؟ یه نفر از ایران زنگ زده، پیام گذاشته. بعد از برنامه دیگه گوش میدم، اگر در رابطه با برنامه باشه روز دوشنبه براتون پخش میکنم. خب بریم توی این قسمتی که بله، آقای علی شیرازی یک مقاله ای رو فرستاده از تونل های تهران. میدونید که الان میگن توی ایران جاده و اینا که زیاد ساختن به جای خود، توی تهران خیلی تونل ساختن و بعضی از این تونل ها ترافیک رو خیلی بهتر کرده، ضمن اینکه هنوزم افتضاحه. مثلا یه دوستی میگه یه تونلی هست از جنوب شهر تهران میری شمال شهر تهران، میای بیرون که الان مثلا 15 دقیقه طول میکشه تو این تونل، اگر این تونل نبود میگه حداقل 2 ساعت اگه ترافیک و اینا نبود طول میکشه. تونل های تهران را بهتر بشناسید، مشخصاتشون، هزینه احداثشون و تصاویر. به گزارش بولتن نیوز، این بولتن هم یک کلمه خارجیه که اومد تو دستور زبان ما، نیوز هم که خارجیه، بله، شروع کرده از تونل رسالت هزینه ساخت 600 میلیون تومان. این واحد پول ما هم چون ریال هست ولی انقدر بیارزشه که از همون دوره شاه هم میگفتیم تومن، عوض شد به تومن، حالا که دیگه میلیون رو میگن یه تومن، دیگه اینقدر بیارزشتر شده ماها رو گیج میکنه. چرا گیج میکنه؟ چون تو همین بعد میاد تونل توهی هزینه ساخت یه دفعه میرسه 3000 میلیارد ریال. خدا وکیلی دوستان، من نمیدونم 3000 میلیارد ریال رو باید چجوری بنویسم. باید یه 3000 بنویسم، 12 تا 0 بذارم جلوش، بعدم بنویسم ریال. خب الان یه صفرش کم کنید بنویسید 300 میلیارد تومان. میدونید که قرار بود 3 تا 0 کم کنن و یه از این ماجراهایی که کشورهای دیگه مثل مکزیک و اینا این کار کردن یا ایتالیا. در صورت ساخت این تونل در 1386 شروع شده و 88 تموم شده. وقتی که تشکر کردم از علی شیرازی به خاطر این تونل و اینا، گفتم آقا خیلی خوشحالم که اینها ساخته شده ولی نگرانم
گفتم حالا حتما میگه که چرا نگرانی. بعد دوباره باز دوستان اینجا نوشته تونل امیرکبیر دیگه این یکی اصلا ننویخته چقدر، تونل نیایش هزینه ساخت 840 میلیارد تومان. و این عکس هم که قبلا من نشون داده بودم که میگفتیم آی بابا این ایرانه چقدر قشنگه، یا تونه این در ورودی یا هم خروجی هم ورودی تونل ساعت و اینها، بعضی هم میگفتن این چیز فوتوشاپه، ولی حالا معلوم شده که مال اونجاست و کار عجیبی هم نیست، نقشه ها همه خارجیه. خیلی از دوستان شاهولایی که میگن اصلا این نقشه ها از زمان هویدا و شاه بوده اینا دارن میسازن. آقا خانم اگه بودم اینا میسازن اقلا این همه پولو دارن میدوزن و میبرن و میخورن، این تونل رو هم ساختن. دست شاه هم درد نکنه که نشست با قلم رفیق گراف و اینا خودش این نقشه ها رو کشید، چون شاه ماشاءالله همه کاره بود، آرشیتکت تونل بود، فضانورد بود، همه کاره بود. بمانه من به این دوستم گفتم که فقط من علی جان یه نگرانی دارم. گفت نگرانی چیه؟ گفتم حالا دیگه بعد از آخوندها هم ما هی نباید بگیم که آقا روحشون شاد، این تونل رو ساختن، این جاده رو ساختن، چون ملت این شاه الله هی میگن بگید روح شاد، پل نمیدونم ورسک و ساخت، ورسک چیه، پل اون ساخت، راه آهن ساخت. آقا خانو اینها حقوق گرفتن نوکران و خدمتکاران من و شما باشن، کار کنن، به خودتون بیاین، اینقدر بت نسازید. آقا خانم، آقای مانتی فاطمی عزیز، دوست عزیزم مجتبا، آقای کیارستمی 76 سالش بوده، پدر بنده در این آمریکا وقتی آمد 62 سالش بود، از همون روزهای اولی که آمد وقتی قلبش اشکال پیدا کرد گفتن ایشون چون لاغره نمیتونیم جراحیش کنیم، با یه سری قرصای نیتروگلیسرین زنده نگهش داشتن، در سن 67 سالگی فوت شد. آقای داریوش مرجویی که نه نظم جلسه رو رعایت میکنی، نه نوبتت رو رعایت میکنی، وای میسی میکروفون تو مجلس خط میگیری اونجا برای خود تعزیه را میندازی، پوز میدی که ما نصف دنیا رو داشتیم. آقا موقعی که نصف دنیا رو داشتی چه پخی بودی؟ از کجای دنیا میمدن ایران جراحی؟ بعد چهار تا عرب بدبخت کوروشل اینا هم برای که اصلیتشون مال لار و خنج و اینجا بود راحت تر بودن بیان شیراز بیمارستان پوستچی و نمیدونن نمازی و اینها جراحی چشم کنن، و الا هر کی هر طورش میشد بلند میشد میرفت فرانسه و اینها. بعد آقا این آقای 76 ساله مریض شده توی بیمارستان های ایران، اون اندسکوپی نه کولوناسکوپی که کردن گفتن پولیپ داره توی روده‌هاش. حالا مانتی برای من میگه آقا پولیپ چیزی نیست، منم داشتم درآوردم، میدونم آقا همه دارن در میارن نمونه برداری میکنن، مال شما سرطانی نبوده، اونی که سرطان داره بعد بهش میگن آقا باید بیای بری دنبال دوا و درمون. همینجا هم خیلی ها هستن میگن آقا ما نمیخوایم بریم شیمی درمانی، ما نمیخوایم بریم. والا امروز با یکی صحبت میکردم گفت دوستش، یه دختر جوان 30 ساله، گفت دوستش پدر و مادرش از ایران که آمدن اینجا، مادره اینجا میگن کوکو شده یعنی روانی شده، میگه مادره به دخترش گفت بشین اینجا من برم برات بستنی بگیرم بیام، دختره رو ول کرد رفت. پدره آمد دید دخترش مونده، بچه هم نیست، مامانم نیست و اینا. خلاصه بعد از چند سال بدبختی دید نمیشه دست تنها، رو یه زن ایرانی دیگه گرفت. زن ایرانی انقدر خوب بود این دختر رو مثل دختر خودش بزرگ کرد که این دختره اصلا میگه این مادر منه، اونی که منو ول کرد رفت اون مادر من نیست. حالا اینو داشته باش، همین آقا تو سن 50 خورده ای تومور مغزی و اینها گرفت مرد رفت. بابا شما اگه میخوای آقای داریوش مرجویی راجب داریوش و کوروش و نصف جهان داشتیم و اجحاف آخونده صحبت کنی، مرد با شامت داشته باش، فیلم پر کن در این باره صحبت کن، توی جلسات بذار صحبت کن، تظاهرات کن، راهپیمایی کن، ولی نه تو ختمه این بنده خدا میکروفون دادن دستت، حالا اینگه فکر کنی بستنیه اینقدر با لیستش بزنی تا تموم بشه. بابا وضعمون خرابه، کارمون خرابه. شما ببین تلویزیون ها که خصوصی خودمونی شده، هنرپیشه هامون که اینا هستن. بعد آقا این آقای کیارستمی، حالا دوستمون مونتی فاطمی نوشته، من نمیدونم شما فیلمی از ایشون دیدی؟ والا به قول این امید نادان من نه، فیلم های ایران نگاه نمی کنم.
ولی وقتی مرد و فلان اینا گفتن آقا این اینجوری، یک خبرنگار فرانسه میگفته من جانم فدای این، سوار هواپیماش کنید بیاتو اینها، گفتیم بریم ببینیم چیه. دو تا فیلم از این دیدیم، یکی طعم گیلاس بود که اصلا کاری به گیلاس نداره، راجع به توته و سردرد گرفتن، به قول شیرازی ها سرپرک، یه دوربین ثابتی گذاشتن و یه آقای همینجوری با ماشین تو این جاده ها میره و میاد. این برداشت من بود. اگه کسی دیگه برداشت بهتری از این کرده، آقا میخوای خودکشی کنی برو خودکشی کن، من کسی که میخواد خودکشی کنه میره یکی پیدا میکنه بیل بزن. من چندین سال پیش بعد از ظهر از سر کار اومدم، ماشینم کولر نداشت، جاده بسته شده بود. بعد اون موقع تو این سی بی توی رادیوهای چیز گفتیم چی شده، گفت یه نفر رفته این بالای پل میخواد خودشو بندازه پایین. گفتم من اگه باشم میرم هولش میدم پایین، ترافیک باز میشه بره. گفت چرا؟ گفتم این دروغ میگه، چون اگه میخواست خودشو بکشه که نمیمد ترافیک رو بند بیاره به همه بگه. این میخواد احساس ترحم مردم رو جلب کنه. اون فیلم هم این که همچین داستانی نبود، شق القمری نکرد. یه فیلم دیگه هم که اصلا اسمشم یادم نیست، این بود که یک نمایشی رو نشون میداد از خسرو و شیرین و فرهاد که اون نمایش شما نمیدیدی، فقط شما تماشاچی ها رو میدیدی. بعد هی صورت اینو نشون میده، هی صورت اونو نشون میده. هرچی هنرپیشه زن بود، از خانم کریمی، از نمیدونم تهرانی، از این از اون ورداشته بود آورده بود. تا راجب هنرپیشه و اینا هست، راجب این خانم تهمینه میلانی صحبت کنم. دوستان کاش که این هنرپیشه‌های ما، کارگردانان ما، یه مقداری تو تخصص خودشون حرف میزدن و فکر نمیکردن که اینها چی میگن مادر ام العلومن و درباره همه چی صحبت کنن. خانم تهمینه میلانی صحبت کرده یا یک نوشته‌ای به اسم اون داره پخش میشه از خوبی‌های این هیلری کلینتون. خانم میلانی شما برو نگاه کن اون فیلمی رو که میگن حتی این بچه، این چلسی مال خود هیلری کلینتون نیست و مال اینه که با یکی دیگه خوابیده. خدا میدونه اون موقع برای این بوده که یه مقامی گیر خودش بیاد یا مقام شوهرش. عزیز من شما تو کارهای ایران دخالت کن، سعی کن حکومت ایران رو درست کنی، سعی کن مردم و جامعه ایران رو درست کنی، دیگه فضولی توی کار اینجا نمیخواد بکنی. و صرفا به این دلیل که خانم هیلری کلینتون اولین بانویی هست که میخواد نامزد بشه و رئیس جمهور بشه، ما دیوونه های فمینیست بریم دنبالش، چون فمینیست یه سری داریم دیوونه هستن، یه سری داریم عاقلن. فمینیست بودن اشکال نداره، ولی دیوونه بودن همه چی رو به خاطر اینکه این زنه بره دنبالش، این دیوونه است دیگه. این از اون ریسیسه بدتره، از اون نجات پرسته بدتره. ساعت 3:01 است، ببخشه آقای عقیلی پور که ایشون رو منتظر نگه داشتم. بریم و برگردیم، نوشته خانم تهمینه میلانی رو هم بعد براتون میخونم. بذارید ببینم که دکتر سرهنگ عقیلی پور، بله این شماره تلفنشون رو هم اینجا ببخشید. آها الو، آقای عقیلی پور سلام، سربی هستم، ممنونم از شما که مثل همیشه دعوت ما رو پذیرفتید تا بیاین و پاسخ به این دوستانی بدید که سوال دارن. ضمناً من توی برنامه، اول برنامه درباره فرانسه هم صحبت کردم، اگه یه مقداری بعد از این یا قبل صحبت کنید در رابطه با این ماجرای فرانسه و این به اصطلاح اونایی که به عنوان مراکشی و تونسی و اینها اونجا هستن، چرا اینها با اون جامعه یکی نمیشن، یه مقداری صحبت کنید که ما از چون و چرای سیستم فرانسه سر در بیاریم. بازم ممنون از شما، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم. دوستی سوال کرده بود در رابطه با مستشاران نظامی یا کارشناسان نظامی در سفارت ها، درست میگم؟ خب پس من ساکت میشم، مثل همیشه از دانش شما استفاده میکنید. دوستان عزیز، آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور، این شما و این هم صحبتهای خوب ایشون از تجربیات خودشون، بفرمایید. با عرض احترام به جنابالی و بینندگان و شنوندگانتون، دیدم در برنامتون بله راجب جریان حادثه دردناک شهر نیست جنوب فرانسه صحبت کردید. اولا همینطوری که شما اشاره دارید، این روز روز استقلال فرانسه نیست و
فرانسه مستعمره‌ای نبود به اون صورت که بیاد استقلال پیدا کنه. این روز انقلاب فرانسه است. یعنی روز 14 ژوئیه 1789 که مردم ریختن و در زندان باستیل باز کردن، مثل زندان اوین ما بود. فرقش این بود که در اونجا وقتی ریختن و در زندان باز کردن، 7 نفر زندانی بیشتر نبود، یکیش سیاسی بود، 6 تاش هم جرائم دیگه داشتن. و به این ترتیب اون روز و روز ملی فرانسه قرار دادن. و به همین دلیل بعضی ها مثل در آمریکا هم اونجا مثل که شما میگید روز باستیل، یعنی به نام باستیل شده. بله. پس روز استقلال نیستش. حالا این حادثه دردناک، واقعا وحشتناک، به همه اونهایی که بایستی، من شخصا تسلیت میگم و همدردی میکنم، برای اینکه یک روزشون مثل یکی از روزهای بغداد شد. حالا در این نیست شهر زیبایی که شما هم دیدید و رفتید، اینجا از تمام شهرهای فرانسه و حتی از خود پاریس هم برنامه حفاظتش و سکورتش محکمتره، برای اینکه اونجا میدونید که چقدر مردم میان، چقدر توریست میاد و همیشه اونجا ثروتمندای دنیا در اونجا هستن. و 3 ماه هم بود که تازه اومده بودن و فوق‌العاده در فرانسه اعلام کرده بودن. در اینجا که ملاحظه میکنید 1257 کامیرا هست، یعنی هر چیزی رو اینا ضبط میکنن 24 ساعت. خیلی اونجا تحت حفاظته. امروز هم اومده بودن، یعنی دیروز که روز 14 ژوئیه بود، تمام بولوار به طور کلی بستنش، این پرومناد لزانگلی، اون بولوار بزرگ جنوب کنار دریا رو که رفته دیدید، اون رو بستنش که هیچ ماشینی حق ورود نداره و میله های آهنی گذاشتن در همه ورودی هایی که به این بولوار میاد، اینجا رو گذاشتن فقط برای پیاده هایی که بیان اونجا و برنامه شب و به خصوص آتش بازی فوق العاده زیبایی که انجام میدن نگاه کنن. و هر کی هم که میخواست بیاد مرتب اینجا کنترلش باز میکردن که از این چیزای نردهای آهنی بذارن بیاد تو. پلیس محلی هم بود، پلیس گشت هم بود و بعدم نظامی هم بودن، برای که وضع به اصطلاح فوق‌العاده‌ای که 3 ماه در فرانسه ایجاد کردن، فرانسه رو پلیسش رو میلیتاریزه کردن. یعنی پلیس حتی هم سربازه، تو فرودگاه که وارد میشید میبینید سربازا دارن قدم بزنن. این با این کنترل شدیدی که در اینجا باشه، من دیگه اصلا نمیتونم نمیفهم، چون اونقدر انتلیژن ندارم که مسائل خوب بفهمم، ولی از خودم سوال میکنم این کامیون که میاد اگر اون میله های آهنی رو که پلیسانش بوده و شکسته اومده، 1257 و کامرام همه حرکتی رو دیدن، چطور 2 کیلومتر مسیر رو ادامه داده بعدم پلیس میکشدش؟ مگه همون اول نمیتونستن بهش جلوشو بگیرن وقتی رد نشد بزنن؟ به حال این مسئله‌ایه که من هنوز نتونستم پژوهش کنم بفهمم جریانش چیه. و بعدم به جایی که بگن یک قاتل فرانسوی، میگن که توریست اسلامی. آخه این که فرانسوی بوده، اگر پدر بزرگش هم که شما اشاره کردید فرانسوی بوده، به اینا که مربوطه؟ من یادم میاد که الان اومدن 25 سال قبل جلسه بود برای اینها، باز از شمال آفریقا یکی دو تا تروریست اومده بودن کاری انجام داده بودن، بعد یک جلسه مفصل بوده که از این رهبران حزبشون هم اونجا صحبت میکرد، آزاد بیداد گفت اینا فرزندان همون خشایارشایی هستن که آمدن در آفریقا رو گرفتن و اومدن اینجا، حالا همه اومدن بچه های ما رو میکشن. منم البته اعتراض کردم، گفتم که چرا فکر
اسکندر قاتل نیستید که قتل عام کرد و همون جاده ابشر رو که جاده دوستی و اقتصاد بود به جاده خون تبدیل کرد، تخت جمشید ما رو آتش زد. اونا رو نمیگید. حالا اینا هم همینطور به جای اینکه بگن قاتل فرانسوی با کامیون اومد زد یده فرانسوی رو و خاریای دنیا رو کش، میگن که تروریست اسلامی. من نمیدونم این به اونجا چه ربطی داره. از طرف هم خب مثلا برنامه شما هم بزن، امروز قرار بود که رئیس مجلس فرانسه بره به ایران، برنامه شما رو قطع کرد. به حال از این مطلب بگذاریم. در مورد اینکه فرمودید سوال ها رو جواب بدم، میدونی که سوال های زیادی تاریخی، فلسفی، نظامی، سیاسی از همه طرف میرسه. من نمیدونم تقدم به کدومه. مثلا ملاحظه فرمودید یک بانوی محترمی در برنامه شما اومدن، یادم میگو از شما سوال کردن که چرا ایشون به جای سرهنگ خودشو کلیل معرفی رو کنه. ببینید در اروپا و آمریکا و سایر نقاط جهان هر جا بگید کلیل همه میدونن چیه، و اگه کسی بگه سرهنگ معنی نداره. حتی بین خود ایرانی هم نمیدونن. یادم میگه که از این کرده‌کهن سالان پژمرده هم دوره من مثل خود من، این میخواست من رو ببینه، اومده بوده چون رانندگی نام که نمیتونست بکنه با این وضع کهنسالی، پسرش که 31 یا 32 سالش بود که در آمریکا به دنیا آمده و بزرگ شده و بیزنس خوبی هم داشت، اون ورش رو شورد. وقتی که اومدم پیش من بلافاصله این عادت ما ماچاوش های دوستی بعد از چند وقت کردیم و بعد به پسرش گفتش که جناب سرن که گفته ایشون هم فلان حرف رو. بعد که صحبت میکردیم ایشون به من گفت شما فامیل تو سرهنگه؟ گفتم نه پسر جان، من فامیلم ارگلی پوره ولی سرهنگ یعنی کلینه. هم گفت بله مرزه. این جواب اون بانوی محترم که سوال کرده بودن. یک از سوالاتی که الان هست اینجا گفتن که درباره وظایف برنامه های وابسته نیروهای مسلح در خارج از کشور صحبت کنید و در آمدن آیت الله خمینی به فرانسه وقتی که شما در فرانسه بودید مطالب بگید. اینجا رو من به دو قسمت باید تقسیم کنم، قسمت اول وظایف نظامی و قسمت دوم جنبه های سیاسی که خیلی مهمه و بعضی اوقات واقعا مهمه. برای اینکه پاریس از گذشته های دور چارای سیاسی بوده و هست. شما میدونید تحت قانون اساسی آمریکا رو در یک کافه در پاریس نوشتن، در کافه پروکوپ. این کافه از قدیم الایام بوده و جالبه که بهتون عرض کنم که تقریبا 1608 اون موقع 400 خورده سال قبل یک اصفهانی که مال جلفای اصفهان بوده میاد پاریس و در اینجا یک قهوه‌خونه تشکیل میده. اون موقع بعد اینجا کومودیز و فرانس اونجا بوده، از اینجا رد میشه میاد در این محل کافه رو اونجا انجام میده، برپا میکنه که این کافه تاریخ ساز میشه و الانم میدونی که بعد از این همه سالها جزو حفاظت شده بین المللی و یونسکو اینجور قلمداد کرده، جزء سرمایه بین المللی. و توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین اونام در همین کافه نشسته بودن که پایه قانون اساسی آمریکا رو در این کافه نوشتن درست کردن. عرض کردم در دو قسمت باید صحبت کنم. قسمت اول وقتی افسری رو برای پست وابستگی نیروهای مسلح تعیین میکنم، از طریق وزارت خارجه از کشور محل ماموریت تقاضای آگرمان میکنم، پذیرش میکنم. در هر سفارت برای دو پست باید تقاضای پذیرش کرد، یکی سفیر، یکی هم وابسته نیروهای مسلح. بقیه کارمندا احتیاجی به پذیرش ندارم، میتونم بیام برم. پس از وصول پذیرش به محل ماموریت خودش میده. بعد از اینکه وارد شد اونجا به تشریفات اونجا اطلاع میدن که من اومدم. بعد تشریفات جلسات معارفه با مقامات بالای ارتش میذاره که در اینجا فقط معمولا خوش آمد و تعارف های سیاسی برگزار میشه. وابسته نیروهای مسلح باید از سازمان و گستش نیروهای محل ماموریت خودشون سلاح ها و تکنولوژی هایی که در اختیار دارن
دقیقا مطالب تهیه گزارش کنه. این مطلب برای من هیچ اشکالی نداشت، چون دورهای پدافند ملی ارتش فرانسه رو و دوره فرماندهی نیروهای مشترک رو در فرانسه دیده بودم و برنامه ها و سلاح های فرانسه و کشورهای ناتو رو همه رو به خوبی میشناختم. در مهمانی ها و کوکتل هایی که هر شب به علت روز استقلال یا روز ملی یا روز ارتش کشوری برپا بود، شرکت و محل مناسبی بود که اطلاعاتی که آدم لازم داره بتونه در اینجا به دستش بیاد. اگر هم وابسته نیروهای مسلح کشوری تقاضای ملاقات میکرد میومد اونجا، ما هم وابسته پیشرفتی که داشتیم تمام مذاکرات رو ضبط میکردیم و بعدا گزارش میکردیم. البته من علاوه بر فرانسه در کشورهای سوئیس و هلند و بلژیک و اسپانیا و پرتغال هم آکردیته بودم، یعنی وابسته در اونجا هم بودم، ولی محلم در پاریس بود. در کشورهای دیگر در هر یک از این سفارتخونه ها یه سکرتری از سفارت کارهای وابستگی رو انجام میداد و هر وقت لازم بود با من تماس میگرفت یا من میرفتم اونجا کارها رو انجام میدادم. البته ما ایرانی ها یه مشکل بزرگی هم داشتیم، بلکه من هر دفعه که میخواستم از اینجا به کیک از ششار محل ماموریت خودم برم باید گزارش میکردم به تهران، اجازه میگرفتن، اونا هم باید گزارش شرف‌فرضی تهیه میکردن به عرض برسونن. به طور مثال پادشاه فرانسه به مناسبتی در یک شام رسمی برای دیپلمات ها ترتیب داده بود، منم دعوت شده بودم. من مراتب رو به تهران گزارش کردم، تفضیه کفت جواب نیمد، دوباره تلکت فرستادم، بازم جواب نیمد، منتظر بودم. تیم ساجم که سفیر ما در اسپانیا بودن ایشون تلفن زد گفت اگر خود چرا جواب ندیم، من اینا باید جواب بدیم، پروتکل بزرد خارجه دو بار ساله سوال کرده که رو بود ازم خواهد چونجا شامش نشسته است باید میز هر کسی معلوم باشه، صندلی هر کسی. گفتم این سال میدونی که دو هفته از گزارش کردن جواب نده، خب کارهای زیادی در هفتهش بوده و مهمتر اینه که جواب اون کارها رو بدن تا اینکه شرکت مهمانی من در مهمانی، حالا چرا ارتش میخواد این کارهای جزئی رو به عرض برسونه من نمیدونم، خود شما که بهتر از من میدونید، هر کار کوچک ارتش به عرض میرسونه، ولی میدونم که جواب به اینجوری نمیرسه. پس شما خواهش من شما خودتون یه نامه به تشریفات بنویسید بگید که من گرفتار برنامه های از پیش تنظیم شده هستم و نمیتونم در اونجا شرکت کنم. اینم یکی از صفحه مشکلاتی بود که من همیشه درگیرش بودم که این مقامات ارتشی برای خودشیرینی هر کار کوچیکی باید به عرض برسونم، یعنی که حتی میشه فکر کرد که مثلا به وابسته نظامی شون که میتونستن اعتمادی نداشتن، مراقبشون که نبود یه جای دیگه بره. این فکر قسمت اول کار بود. ولی قسمت دوم که عرض کردم کارهای سیاسی بود که به نظر من خیلی مهم بود، باید یک مثالی براتون عرض کنم. همطور که عرض کردم پاریس همیشه چارهای سیاسی بوده و هست. حالا یکی دو تا از این نمونه هایی که که کار سیاسی ها در چه حدی میتونه باشه بگم. اول خود مثلا همکار ما که بودیم ژنرال ولترز آمریکایی که وابسته نیروهای مسلح آمریکا در پاریس بود، بعد هم شد ایشون معاون سازمان سیا، بعد هم معاون وزارت خارجه بود و بعد هم مشاوری رئیس جمهور بود، برای اینکه ایشون هفت زبان زنده دنیا رو به خوبی صحبت میکرد، افسر فهمیده ای هم بود، همیشه پیام های خصوصی رو چون زبان بلد بود از رئیس جمهور آمریکا بین سران میبرد و میابرد. اون برام تعریف کرد در یک از برنامه هاش که گویا در کتابش هم نوشته، گفتش که یک روزی الزنیکسون من خواست و من رفتم خدمت رئیس جمهور، ایشون به من گفتن که مطلبی با شما صحبت میکنم که فقط بین من و تو میمونه، هیچ کس نباید اطلاع داشته باشه، نه ارتش، نه وزارت خارجه، نه سفارت، هیچ کس، فقط مطلبیست بین هم دو. گفت من تو مونده بودم، گفتم اطاعت میشه پرزیدنت. گفت یه پاکت دربسته چسبیده به من دادم و گفتش که من از شما میخوام که اینو ببری مستقیم به دست خود سفیر چین در پاریس برسونی. ما گفت من هم تو مونده بودم، گفتم چشم اطاعت میشه، و
ولی گفت رفتم تو فکر کنم چجوری من این کارو میتونم بکنم. گفت دیگه هر کاری ندارم، فقط اولترا سیکرت، به کلی محرمانم. گفتم خیلی خوب. اومدم و گفت فکر کردم چیکار کنم، اومدم رفتم روزا صبح زود شروع کردم به پیاده روی کردن، روزی نیم ساعت صدا، و این مسیح هم از جلوی سفارت چین گذاشتم. به طوری شد که این نگهبانی ها هر روز میدانن یه آدمی داره میاد با یک لباس ورزشی داره وزن میکنه، من عادتشون شده. بعد از اینکه حس کردم اینا دیگه به طور عادت هست دیگه نگاه هم نمی کنم، یه روز پاکت رو گذاشتم تو جیبم و همینطور که رسیدم جلوی در سفارت چین خودم رو انداختم تو سفارت، بلافاصله نگهبان ریختم دور منو، من فوری کارتم رو نشون دادم، گفتم من وابسته نظامی آمریکا هستم و بعد اومدم اینجا میخوام آقای سفیر رو ببینم. گفت بلافاصله اینا من میشوندم وابسته نظامی رو خبرش کردن مالی چین، اومد و منو شناخت و گفت فلانی چیه جریان چیه. گفت بله من یک ماموریتی دارم که نمیتونم بگم چیه، نمیدونم چیه. گفتن از شخص ریشون گفت خواستن که من نامی هست بسم اینو به شخص وزیر بدم. گفت وابسته نظامی هم خب بلافاصله من نشون تو داغ چای و قهوه بر من آورد و رفتش. گفت 20 دقیقه دیگه برگشت و گفتش که خیلی بیه، منو برداشت و برد پیش آقای سفیر. من سلام کردم و نامه رو دادم دستش و گفتم که من به من دادن که اینو بدم خدمت شما. سفیر خوندم یه پاکت دیگه توی یه پاکت دیگه باز کرد و گفت خیلی خوب شما بروید با هم تماس میگیریم. بعد گفت یه تلفن مخصوصی دادیم که ما هم تلفن مخصوص که کسی گوش نکنه براش رو با هم تماس میگیریم. گفت بعد از چند روزم باز با من تماس گرفتن و یک پیامایی دادن، من از همون طریقی که آقای نیکسون گفته بود مطالب و عرضشون مرتب میرسوندن، اونم با من بود. تا یک پس از این مبادله ها یک روزی آقای نیکسون به من دستور داد که امروز غیر از من و تو یک نفر دیگه هم بایستی که در این جریان وارد بشه. گفتم کی؟ گفتش که آقای کیسینگر. گفتم این طرف اینو چیکار کنم؟ گفتی چی؟ به طور همینطور فوق‌العاده محرمانه ایشون بایستی که بیاد اونجا و ملاقات کنه سفیر رو در یک محل خاصی که خود اونا در نظر دارن و بعد مطالب مطرح خواهد شد. گفتم چشم. اومدم و گفت هی فکر کردم آقا چطوری میتونم آقا کیسینگر بیارم تو فرانسه، همه میشناسن چطور بیارم. خلاصه گفت آقا کیسینگر وعده گذاشتم که ایشون بیاد در ژنو با یه اسم دیگری با یه قیافه هم یه خورده تغییر داده بیاد اونجا. منم با یک آدم منبایی اسم دیگری رفتم، یک ماشین معمولی اجاره کردم برای یه هفته و برسو دادم و رفتم ژنو. هستی که بود آمدم شرط شد ایشون اومدن بلافاصله سوار ماشین کردن از فرود به ژنو اومدیم. شب بود، آخر شب بود که رسیدیم به پاریس و من یه آپارتمانی داشتم که یه اتاق خواب داشت. رسید اونجا رفتم تو پارکینگ آپارتمانو، از اونجا پیاده شدیم و بلافاصله با آسانسور اومدیم بالا. دوستان به نظر میرسه که ارتباط تلفنیمون قطع شد. اجازه بدید من باز تماس بگیرم. عذر میخوام از شما. الو. تا اونجایی که ماشین رو پارک کرده رفت توی آسانسور شنیدم، بعد قطع شد. بفرمایید. باز ببینیم مثل اینکه کلکی تو کار تلفن ما هست. حالا بهتر شده، تا 20 دقیقه میره بعدا قطع میشه. حالا بعد میگفت رفتیم اونجا با من یه اتاق خواب داشتم دادم به ایشون، خودم روی کاناپه خوابیدم. ملاقات های دو سه روز رو ما انجام دادیم و بعدم با همون تقریب رفتم یه کشور دیگه بردم ایشون رو اونجا رفت به آمریکا و دولت رو وقت اعلام کردن که همونطوری که جنرال دوگل گفته بایستی که با چین به این بزرگی رابطه برقرار کرد و به وزارت خارجه انجام شد و اون رابطه برقرار شد.
اینو میخوام نمونه بود بگم که یه وابسته نظامی در پاریس، وابسته نیروی مسلح در کارهای سیاسی تا چه حد جلو میتونه بره. برای خود منم بارها انجام بود، مثلا از نظر اقتصادی یه مسئله واسه میگم. یه روزی سکرتر من تلفن میزنه، گفت دو روزه یه آقای تلفن میزنه به نام پاولسکی و ایشون میخواد شما رو ببینه. گفتم بپرسید چی کار داره. گفت دو بار ازش پرسیدم، میگه که کار خصوصی با خود ایشون دارن. خب در همچین شرایطی ما باید فورا وعده ملاقات بدیم ببینیم کار خصوصی چیه. بعد ایشون وعده داد، فرداش اومد منو دید و گفت من اومدم یه چیز خدمت شما بگم. گفتم و بعد گفتش که ما من یکی دو تا دوستان هم دوره شما در دانشگاه جنگ اینجا میشستن فلان حرفا، ما تصمیم گرفتیم یه مطلبی رو به شما بگیم و از شما کمک میخوام. گفتم شما چی هستید که میگید ما؟ گفتش که میدونه که در چیز لهستان دولت کمونیستی است و ما یه دولت آزادی تشکیل دادیم در لندن. گفتم خب، گفت من یکی از اون وزرای اون دولت آزاد هستم، اسمم امینه، کارتم امینه داد. گفت حالا از من چی میخواد شما؟ گفت به علت این که ما اینجا هستیم برای کارامون با بانک ها و چیزای مالی خیلی سر و کار داریم و ما یک خبری به ما رسیده. یه دیدم 3-4-5 بعد کاغذم دستشه، گفت این معاملاتی دولت ایران کرده و چند میلیون هم اینجا چک به عنوان کمیسیون گرفتن. البته کمیسیون در کشورهای جهان سوم معمولی است، ولی اون چه ما دیدیم با دوستان ما اینه که این کمیسیون به اسم اعراضت پادشاه شما گرفتن، در حالی که ما میدونیم که همچی چیزی نیست که پادشاه از این خبر ندارن. ما اومدیم این فوتوکوپی چک، شماره ترانسفر، مبلغ، تمام اینا فوتوکوپیش اینجا هست، اینا رو آماده کردیم، ساعت و روز همین هست. ما فکر کردیم که اینا رو بدیم به شما، چون ارتش در ایران تحت نظر پادشاه هست اینو مستقیم به عرض برسونیم که دست غیر شخصی اینا نرسه. گفت خب شما این حرفا رو به سفیر بزنید بگید. گفت نه 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 نه، ما با غیر نظامی ها هیچ کار نداریم، برای که سفرا اغلبشون با سواد کار میکنن و اصلا خودشون مورد اطمینان نیستن، ارتش برای ما قابل به همین دلیل اومدن. خب من همینطور موندم که چی بگم، چی جا بدم، جز کار من نیست. گفتم به من 24 ساعت فرصت بدید من به شما زنگ میزنم. مرخصش کردم رفت. اومدم خودم فکر کردم چه کنم چه کنم، دیدم این چیزیست که من بخوام اینجا درگیرش بشم. گفتم بهترینه که برسمش تهران. فردا صبح تلفن زد، گفتم شما حاضری برید تهران تمام مدارک ببری و همین مطالبی من گفت اونجا؟ گفت بله بله، اگه شما بگید میرم. به یه شرط. گفتم چه شرطی؟ گفت سابا که این چیزا با من کار نشته باشن، فقط با ارتش باشه. گفتم خیلی خوب. اومدم بلیط براش گرفتم و آماده کردم و با تهرانم هم هماهنگش کردم، اشتادم و گفتم شما اونجا وقتی به تهران میرسی از هواپا پیاده نشو، اگرم مهمانداری اومد گفتش که آخر کاره بگید من مهمانم، همین که بگی مهمانم اونا میفهمن، شما بشید یه نفر میاد توی هواپیما شما رو میبره. همین کار شده. اینا دو روز بعدش، بله درست دو روز بعدش، خب چون روزو شد هفته شده بود، زنگ داد به من گفتش که فلانی ایشون رو دیگه راهش ندید، بعد ملاقات باش نگذارید، برمش هم گوش نبود. گفتم چشم، چی بگم دیگه من ترسیم چرا من نداشتم بگم. ببینید چطور دوره پادشاه دیوار آهنی تار عنکبوت کشته بودن که حتی حاضر نبودن به طلب عرض برسونن، تا اینکه گذشت و ایشون اومد و تلفن میزد که وقت داری. گفتم بهش وقت نده. تا اینکه دو سه ماه بعدش در یک مهمانی در یک سفارتخونه بود، اینم بود، اومد پیش من رو صحبت کرد و گفت بله من رفتم همه مطالب رو گفتم صحبت کردم، من فکر میکردم که اینا رو همه رو به عرض میرسوندن. نشد. من گفتم خیلی خوب هستم. این یک از کاره بود. حالا کار دیگری هم بود، کمپانی پژو با تهران قراردادی بسته بود، چون ایران خیلی پژوی فرانسوی خوب بود.
اینا قراردادی که بسته بودن امضا فلان حرف شده بود، پرزیدانت کمپانی در پاریس یک مهمانی مفصلی داد و برای این کار رو که مقامات سیاسی و مقامات اقتصادی فرانسه بودن از ما هم که دعوت بود رفتیم. منم معمولا با لباس نظام می رفتم چون شغل من این بود که اونجا باشم مشخص بود. منم رفتم و خیلی مفصل بود و در 21 که گذشت دیدم که پرزیدنت کمپانی میاد به طرف من، من تکو نخوندم تک اومد و سلام تعارف کرد و پلا نفع و خیلی خوش آمدید و این صحبت ها. بعد گفتش که من مسئله میخواستم عرض کنم اگه تشریف بیارید اینجا. ما چند قدم رفتیم به جای خلوت رو دو نفرم باش بودن که بعد اونا کنار بودن و من اون صحبت کردیم. گفتش که پژو میدونی در ایران خیلی طرفدار داری. گفتم بله. گفتش که ما قراردادی بستیم و ما پیشنهاد کردیم که اینها بیایم اونجا و انجام بدیم این برنامه رو برای شما در مدت در حدود 3 تا 5 سال تمام مهندسی و تکنسیان هایی که لازم باشه ما تربیت کنیم تا اینکه بتونیم پژو رو خود شما حتی موتورش هم بسازیم و بازار خاورمیانه رو در اختیار شما بذاریم و قراردادی که می‌بندیم محکم باشه. ولی یه مطلبی هست، اینا از ما قبول نمی‌کنن، میگن نه شما فقط اتاقش رو بیاری ما موتور پیکان هیلمن انگلیس باید روش بذاریم. گفت هر چی ما به مقامات اقتصادی اینا و سیاسی میان صحبت میکنیم میگیم آقا اینطوره، میگن نه نه اینه. اینه که من از شما خواهش میکنم که چون ارتش اینجا تحت نظر پادشاهه بهترین راه مستقیم اینه که شما این مطلب رو ترتیب بده که بعد از پادشاه شما برسید. گفتم که بسیار خوب آقای پرزیدنت، میدونی که جزء دومن و کار من نیست ولی چون میخواهید من تنها کاری که میتونم بکنم اینو اقدام میکنم که بره به تهران. گفت خیلی خوب. و ما این مذاکره رو نوشتیم، اصلا جوابی ندادن. حتی پرزیدان کمپانی یک کارت مخصوصی هم داد، گفتیم تلفن خصوصی منه کسی نداره، اگه کار شد بگید پاره ما ملاقات میکنیم یه نهار میخوریم با هم صحبت. من یه رو 7 رو 8 رو گذشت جواب نمیدم. پرستان خودش به من زنگ زد و گفتم بلا جواب نمیدی، اگه اومد من خدمتتون. حالا منظورم اینه که از این کار قبیل کارا برای وابسته نیروهای مسلح در تمام پاریس از این کارا زیاد پیش میاد، ولی خب برای ما یه وضع خاصی داشت که نمیذاشتن شاید مطالب عرض برسه. در حال ما وظیفه رو انجام میدادیم. این کارایی بود که از نظر سیاسی میشه کرد. مثلا آقای خمینی که اومده بود در پاریس طوری به من نوشتن که ایشون اگر هر روز نمونن بعدا کجا میرن. من بررسی کردم و با خبرهایی که جمع و جور از این ور و با بسران میگفتن گفتم ایشون اگه نمونن اینجا میره به لندن. دو روز بعد به من جواب دادن چه بررسی که شما کردی قابل قبول نیست، تمام نظرات ما بررسی ما به اینجا رسیده که ایشون میره به الجزیره. من بررسی کردم دم نه این نحرفایی که میزنن غیر از من. جواب دادم که من روی نظر خودم پاورجا هستم که ایشون بلندن خواهد رفت، که خب البته ایشون رفتم به تهران و بلندن هم نرسید. بعدن که سفیر انگلستان پیش پادشاه بوده شنیدم که پادشاه میگن اگر ایشون بیاد لندن شما میپذیری از پاریس؟ ایشون میگن بله، اگر بیاد خوب باید 3 ماه بمونه و بعد از 3 ماه هم اگر خواست بمونه میتونه تقاضای اقامت بکنه. و وقتی من این گفته مصاحبه پادشاه رو خوندم خوشحال شدم که نظر ما چقدر درست بود و این آقایون در اونجا چقدر از خود بیحال و بیخبر بودن از اوضاع احوال. همه مسئله این طوری بوده. یه روزی یه آقای تاجری بود که این تاجر
ثروتمندی هم بود، سالهای سال در پاریس، این با ما در تماس و آشنا بود. وقتی آقای خمینی اومده بود میرفت اونجا ایشونو میدید، از نوعی بود که گویا پول میداده اینا، تا حال روایتی داشت. یه روز تلفن زد به من گفت من میخوام بیام شما رو اینو. گفتم بیا، چون میمد گاهی. وقتی اومد یه روزنامه نشون داد که در اون روزنامه نوشته بود که ارتش ایران آماده شده که اگر آقای خمینی بره هواپیما رو بزنن یا فلانش کنن. گفت ما خیلی ناراحت بودیم، رفتیم به آقا گفتیم که ببینی اینجا چی نوشته. گفت آقا من گفتن که نخیر ارتش با ماست. گفت ما گفتیم اینجا، گفتن نه نه ارتش با ماست و اینها بی خود این مطالب. وقتی ایشون این حرف رو به من زد، منم دو مرتبه برداشتم این جریان رو گزارش کردم که آقا وضع اینجوریه، اینا اینطوری میگن. گفتش جوابی باز به من داده نشد تا اینکه مدت گذشت و ایشون هم چقدر رفتن تهران و بعدن خود چیز بازرگان 18 روز قبل از انقلاب یعنی در 4 بهمن 57 مصاحبه کرد که در کیهان همون روز منعکس شده هست، نوشت مقامات آمریکایی محرمانه به بازرگان اطمینان داده بودن که ارتش کاری برای لهانا انجام نخواهد شد. بازرگان گفت ما حالا میدونیم که ارتش کودتا نخواهد کرد، قولهایی هم از بعضی عمرای ارتش به خصوص قره‌باغی داده که ارتش قصد کودتا نداره و اطمینان دادن در موقع بازگشت آیت الله ارتش خطر ایجاد نخواهد کرد. اینا 18 روز قبل از انقلاب گفته بود. بعد در 24 بهمن 58 یعنی سال بعدش باز در یه مصاحبه‌ای گفت بازرگان که اوایل بهمن که تو کیهان هست اینا، که اوایل بهمن 57 جلسه سری با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب و این جانب و سفیر آمریکا تشکیل شد. موضوع برگزاری رفراندوم برای تغییر سلطنت و تبدیل به جمهوری اسلامی بود. با سواک، ارتش و سفارتخانه ها تماس ما مکرر بود تا انقلاب به موفقیت انجامید. ببینید چه جود اوضاع و اونا در داخل اصلا بی خبر از همه این کارا بودن. یادم در تاریخ وقتی میبینیم که اسکندر که میاد اون سپهبد جانوس و سپهبد ماهیار همکاری باش میکنن بر علیه پادشاه که از نزدیکان پادشاه بودن و سنایی دانشمند و اون شاعر بزرگ ما گفت ناجب و مردی بود چون جانوس یار و ماهیار یار دارا بودن و دل بر سکندر داشتن. حالا میبینیم که این مطالبم باز تکرار شده در تاریخ، برای اینکه پادشاه مقاماتش رو به سطح بالای ارتش رسانده بودن و اطمینان به اینا داشتن با غیر نظام اینا که تقریبا کاری به مشکلت از همه کارا رو انجام میدادن که اونا رو زیاد محرم نمیدونستن بغیر از علم، ولی خب افسران ما بالا خیلی چیز بودن دیگه، در جریان و فلان حرفا بودن که متاسفانه اینها هم در بزنگاه مثل همون زمان اسکندر به جای وفاداری به راه کج رفتن و همین دلیل هم بود که شاه بینا اطمینان داشت، مطالب رو میگفت ولی کسی اینا اصلا عوضی کار میکردن و به همین شعرم به دردشون میخوره که میگفت بهر خائن نشاید راز گفتن که با بیگانه رازش در میان است، مبادا پاسبان گله آن سگ که با گرگش سراسری نهان است. در هر حال این مطالب اصلی بود که شد و گذشت و امروز اینجا هستیم، ولی مقامات داخل مملکت غافل از همه چیز بودن در حالی که میتونستن راه رو جوری کنن که مملکت پاشیده نشه، آقای آیت الله هم برگردن و یه جوری مسئله حل بشه، ولی نشد، نکردن. حتی یادم میاد وقتی که سید جلال تهرانی
رئیس شورای عالی سلطنت قرار بود که بیاد اینجا، بیاد فلان به نوفلشاتو، من دیدم که خبرهای اینجا هست، شروع کردم به جستجو. اینا گفتن که اگر ایشون بیاد اینجا استعفا میده و بعد میره میشه آقای خمینی. من بلا فاصله تلفن زدم به سلشکر امین افشار رئیس دار دوم. سه تا برادر بودن که بیچاره هر سه‌شون رو بعد از انقلاب اعدام کردم. گفتم تیمسار همچی چیزی هست و این میاد؟ گفت نه، حالا من بهت خبر میدم. عصری به من زنگ زد و گفتش که من با تیمسار قرباقی صحبت کردم. گفت هیچ هستن چیزی بقیلی بود بگید همچی چیزی نخواهد بود. این اعتراف صحیح نیست. خیلی خوب، تلفن زدم به بدرهی سبابات بدرهی، خوب از قدیم با هم دوست شدیم، بهش گفتم تیمسار یه هم چیزی گفتم. من به امین افشارم گفتم، میگه که تیم سقرباقی میگه هم چیزی نیست، ولی من اینجا میگم این بیاد این کارو میکنه، برای که همیشه شایع به من گفتم. بعد یک گفت خیلی خوب بهت خبر میدم. گذشت و بعد از دو سه ساعت من زنگ زد گفت فلانی من با تیم سار مقدم رئیس سار صحبت کردم و گفت نه خیر بقیلی پور بگید که ما با هم در تماسیم، برنامه ها درسته، ایشون یه ماموریتی داره انجام میده، خیال شاهد باشه. گفتم والا من نظرمو گفتم، بالا هر کاری بخوام بکنی. اتفاقا جلال تهرانی اومد و بلافاصله استعفا داد و اون بساط اون جرنات دنبال شد که همه میدونیم. در هر حال آقای سوری، من بیش از این وقت شنوندگان محترمتون نمیگیرم، مطالبی از بارا و پایین چپ راست همه اینا رو بهتون عرض کردم، چون سوالاتی که میاد منو مجبور میکنه. الان یه تعدادی سوالاتی کردن که راجع به قرارداد کنسرسیوم بعد از کودتای ننگین 28 مرداد من مطالعه بگم ده. یا اینکه چرا ارتش در شهریور 20 و بعدا همیشه فرار کرده و وظیفش انجام نیده، و آیا اینکه ایران مرکز تمدن بین بشری بوده یا بین النهرین. خلاصه بعضی اینقدر از این سوالات هست که من نمیدونم، من بیش از این مزاحمتون نمیشم. این جواب شما و شنوندگان محترم. اگه فرمایشی ندارید من عرض ندارم، من از شما ممنونم و امیدوارم باز هم در هفته های آینده شما لطف کنید این پرسش ها رو پاسخ بدید و وقت خودتون رو با من و دوستان به اصطلاح بذارید تا ما بیشتر آگاه بشیم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون، روز و روزگارتون خوش. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور بودیم و یکی از دوستان در زمانی که این برنامه روی فیسبوک پخش میشه روی فیسبوک نوشتن راجع به این که مثلا ما میگیم این آقای فرانسویه، یا توی خبرها نوشته بود که تونسی فرانسه زاده. این دوستمون نوشته که بذارید براتون بخونم از نوشتهشون. اینجا نوشتن که تولد و پاسپورت شخص، اجازه بدین از روی این به شما هم نشون بدم که دوستانی که روی فیسبوک هستن میبینن، ولی دوستانی که از طریق یوتیوب یا از طریق تلویزیون مردم میبینن اجازه بدید اینجا با هم این رو ببینیم و بخونیم. برای منم بهتره که این روی صفحه باشه تا من ببینم. بله اینجا کامرای دو. بله این دوستمون نوشته که تولد و پاسپورت شخص به ویژه مسلمانان اون ذات اصلیشون رو تغییر نمیده. برای نمونه تروریست جنایت 13 نوامبر در پاریس از نامش تا محیط رشدش در خانواده که او فرانسوی نمیشه، اگرچه در فرانسه متولد و پاسپورت فرانسوی داشته. این افراد در مدارس ماه رمضان باید روزه بگیرد، در حالی که غیر مسلمان میوه های خوشبو و خوشطعم و خوراک اشتهاور میخورد. در حالی که بچه فرانسوی شب را خوب میخوابه خوابیده، بچه مسلمان نیمه شب با صدا و لگد پدرش پاشو نمازت رو بخون سحری و هنوز خوب نخوابیده باز لگد پدر لعنتی پاشو مدرسه‌ت رو برو. در مدرسه ناز و بوس و نوازش پدر مادرها هم مدرسه های غیر مسلمان و بی‌اعتنایی خانواده خودش.
تا اینکه سن نوجوانی و جوانی و عقده‌های دوران کودکی وجودش که اینک پول و وعده‌های داعش و نتیجه پاسپورت و تولد در اروپا مسلمان عقده‌ای را اروپایی نمی‌کند. آنچه مهم است این جنایتکارها مسلمانند و عقده‌ای. ببین دوست عزیز، شما تو همین جنایت‌های آمریکا ببین چند تاشون آمریکایی بودن، مسیحی بودن. این چیزی که شما میگی بله باید بهش توجه بشه، بهش دقت بشه. وقتی یه نفر یه کسی رو یا یه سیستمی رو به عنوان مهاجرت immigration قبول میکنه، خیلی ساده است. شما یه مهمون که میخواد بیاد خونتون برای یه نهار و یه شام براش تهیه میبینید، درست میگم؟ اینا این مردم جهان رو بهشون وعده و وحید دادن، بهشت نمیدونم باغ در سبز باغ نشون دادن، آوردن. اونا که اومدن اینجا اینا آماده نبودن، اینا مهمونهای دعوت کردن که خودشون به عنوان میزبان آماده نبودن. حالا شما اگه میخوای حساسیت بیشتری روی مسلمونا بذاری، خود این مسلمونا رو کی عقب نگه داشته؟ همین سیستما دیگه. و خوشحال میشم شما بیان توی برنامه مهمان ما باشید، بگید چه باید کرد. اینو که منم میدونم، همینجا هم اصلا جوک ساختن، میگه پسره با پدرش که لباس این عربا رو میپوشه، وقتی میره دم مدرسهش از مدرسه بیاره، خب جلو بچه های دیگه خجالت میکشه چون خودش با شلوار و پیرن رفته مدرسه، بعد باباش میاد با چپیو و دشداشه و اینها، میگه به باباش گفته که این چیه میبندی به کلت؟ گفته این برای گرمای عربستان میبستیم، بعد جلوش هم هر وقت با طوفان شن میومده میبستیم جلو دماغمون و چشممون. میگه این لباسه چیه پوشیدی؟ میگه اونجا که ما ایرکاندیشن نداشتیم، این اون زیر همه چی آزاده، خنک، باد میاد، هرچی هم عرق میکنی هی باد میاد خنک میشه. بهش میگه بابا ما که تو عربستان نیستیم، اینجا که طوفان شن نیست و اینجا هم که کولر هست، اینو ما میدونیم، چه باید کردش رو نمیدونیم. والا اون چی بود، تیموتی مکوی، اولین برنامه تروریستی بود که من تو آمریکا شنیدم، رفت زد به فدرال بیلدینگ. بعد برید روی اینترنت بزنید، داشتم در رابطه با خانم تحمینه میلانی درست میگم صحبت میکردم، ایشون میگه که خانم هیلری کلینتون اولین نامزد زن آمریکا، ایشون حتی تاریخ رو از روی گوگل نمیره نگاه کنه که 1800 خورده اولین زن آمریکایی کاندید ریاست جمهوری شده و تا حالا چندین نفر بودن، ولی حالا نامزدی که میگم، آخه این کلمه نامزد و کاندید و کاندیدا و اینا رو ما قاطی میکنیم بعد نمیفهمیم چی. الان به اینا میگن نامزدهایی که توسط حزبشون تایید شدن. شما خانم میلانی، فیلمساز عزیز، کارگردان عزیز، شما به قول دوستمون، من نوشتم که آوری به اتفاق جهان میتوان گرفت، ما گفتیم یه دفعه ما پوز بدیم از این شعارهای تو چی میگن تو خالی و ولی دهن پر کن بگیم. آقا یزدان خداوند رو گاز سوری فعلا همون ایران نجات بدیم پیشکشتون شاه جهان را. اسم شاه اومد. آقای عقیلی پور اینجوری که صحبت کردن، یعنی منظورشون این بود که نمیدونن حالا اون برنامه‌ای که فرستادن برای ارتش و اینها بالاخره به دست شاه رسیده یا اطرافیان شاه جلوگیری کردن و نرسید و یه جوری برای من و شما الان تداعی شد که یعنی شاه نمیگرفته کمیشن و از این کاغذهای کمیشن که به اسمش بوده خبر نداشته. اجازه بدید من اینو بهتون بگم، برنامه‌های آقای احمد علی مسعود انصاری رو اگه ببینید، آقای مسعود انصاری به خاطر اینکه خیلی دین باور بوده و حضرت آقای محمد رضا شاه هم میدونید که خیلی چون ترسو بوده اسلام پناه بوده، بالاخره میگفته آره مشروب خوردیم نمازی رو بخونیم دعایی هم بکنیم شاد خدایی هم باشه. یه دفعه ماجرای این کمیسیون هایی بوده که با اون تیمساره کی بوده مال نیرو دریایی، اسما رو نمیخوام عوضی بگم یه وقت خدای نکرده به کسی تهمتی بزنیم، که توفانیان فکر کنم بوده، فکر میکنم که کمیشن های اونجوری میگرفته،
بعد این همون توی دربارم حتی سر صدا بوده آقای عقیلی کو، صحبت بوده که آقا تو که شاه هستی حقوق میگیری، تو ناظر خرید یا مأمور خرید دو مردم ایران هستی، تو که نباید بری از طرف مقابل کمیشن بگیری. شاه مسخره کرده احمد علی مسعود انصاری رو، احمد علی مسعود انصاری گفته از لحاظ اسلامی شما چون حقوق میگیری برای کاری که انجام میدی، اون کمیشنی که میگیری حرام است. شاه بهش گفته تو بچه‌ای وارد نیستی، تو کارهای خرید و فروش اسلحه و مهمات و اینها این رسمه. در صورتی که خودتون، بله شما به من میگی آقا بیا برو برای من ماشین بخر، اگه ماشین خریدی مثلا رو هر ماشینی 500 دلار 50 دلار بهت میدم، ولی اگه به من گفتی آقا شما برای من کار میکنی ما 6000 دلار بهت میدم، کارت اینه که بری ماشین بخری. اگه من رفتم ماشین خریدم به اون طرف گفتم تو این ماشین به جای 2000 دلار بنویس 3000 دلار ولی 50 دلار بده من، این من خیانت کردم به اون کسی که من حقوق داده. در هر صورت من از طرف احمد علی مسعود انصاری که در این مدت 15 سالی که میشناسم یک کلمه دروغ ازش نشنیدم، این رو به شما میگم آقای عقیلی پور، که آقای شاه با اون آقای طوفانیان کمیسیون گرفتن، میگرفتن و اقرارم کردن که میگرفتن، و تازه آیت الله محمد رضا شاه گفته که نخیر یه قند میزنیم تو چای حلالم میشه، این کمیسیون گرفتن رو حلالم کرده. بازم از شما ممنونم و دوستان عزیز سوالاتی که دارید ایمیل آقای عقیلی پور زیر ویدیوشون هست، میتونید اون رو به اصطلاح بذارید، همین عکس الان بهتون نشون بدم، با خودشون مستقیما تماس بگیرید. بذارید من اینو ثابت نگه دارم، میبینید H عقیلی پور، اون CL هم برای کلونل هست، H عقیلی پور CL @AOL.com. ایشون هم خیلی منظم هر وقت که من ایمیلی زدم، خواهشی داشتم، پرسشی داشتم، پاسخ دادم. روز جمعه است، چند تا عکس بهتون نشون میدم، امیدوارم شما هم نظرتون رو درباره این عکس ها بگید. ببخشید که صفحه اینجوری شد، من این رو ببینم میتونم باز کنم از اینجا. بله، بیایم بریم سراغ عکس های امروز و به این صورت اولین عکسم باز دوباره عکسی که خانم مستانه شرق برای ما فرستاده بود نشون میدیم، که نشون میده چگونه آب باران رو جمع آوری کنید و از این آب ماشینتون رو بشورید، حیاتتون رو بشورید، گل و گیاه‌ها رو آب بدید. آها، ماجرای خنده‌داری که من براتون بگم، ما قدیما بچه‌هامون کوچولو بودن بهترین، خب پت کم آزارترین کم کارترین ماهیه، و ما یه دوتا ماهی خریدیم و نگه داشتیم، دخترمون یا خودمون روزانه به اینا خوراک میدادیم. اینها یه دفعه من دیدم که خب آب اینا رو با هفتگی عوض کنی، الانم بارانی میباره بیرون، گفتم بهترین اینه دیگه، این ما باور داشتیم که بارون دیگه تمیزترین آبه، و بردم این ماهی ها رو گذاشتم روی دک بیرون توی بالکونی به اصطلاح که آب بارون بیاد داخل اینها. خلاصه تا دختر ما از مدرسه آمد این ماهی ها حالت مریضی بهشون دست داده بود، بیحال شده بودن اینها. دخترم که آمد گفت چی شده، چرا اینها اینجوری هست؟ گفتم امروز من آب بارون بهشون دادم، آب خوب. گفت داد بابا این آب بارون ازوت داره، اینا رو داری میکشی. گفتیم اوکی. خلاصه فوری آبشون رو عوض کردیم و یکم خوراک دادیم و یکم پشت شونه های ماهی ها رو مالش دادیم و حال اومدن. در صورت مواظب باشید آب بارون رو اگه میخواین استفاده کنید، ببینید برای چه چیزایی میشه استفاده کنید، چه چیزایی نمیشه. این هم طرز نگهداریش اینها. و اما شاید قبلا هم این بهتون نشون داده باشم در صحبت‌ها یا برنامه‌هایی که من با آقای سهراب چمن‌آرا داشتم، ایشون چندین بار گفتن که آقا این حرفا چیه، کجا فردوسی پول گرفته. این کتاب سوم دبیرستانی هست که در اواخر دوره رضا شاه و گویا اوائل سلطنت آقای محمد رضا شاه چاپ شده بوده و در مدارس درس میدادن. من فکر کنم تا یکی دو سال قبل از اینکه من به کلاس نهم دبیرستان برسم یا سوم دبیرستان این کتابو درس میدادن، بعد عوض شد. در هر صورت ببینید اینجا نوشته صفحه 25، اگه کسی هم این کتابو میخواد
من براتون میفرستم کتاب سوم دبیرستان سال 1340 و اینها باید باشه 1317 و اینها، ولی گویا 1341 و اینها هم درس میدادن. در صورت نوشته که همه امید فردوسی آن بود که از سله آن کتاب جهاز آن دختر بسازد. اینم اگه کسی میخواد و میتونه صحبت کنه درباره فردوسی من خوشحال میشم. همیشه یه سوال داشتم که چجوری شد که فردوسی این کتاب رو که نوشت در اون زمان چجوری پخش کرد، چجوری فارسی رو نجات داد، چرا این شعر رو ماهی میخونیم و بهش هم افتخار میکنیم ولی هیچ کس فکر نمیکنه برای یه لحظه. مثلا خانم نیر من گفته یعنی شما قبول ندارید که کتاب ها رو سوزوندن؟ ما قبول داریم کتاب ها رو سوزوندن. این کتاب خونه هایی که 1400 سال پیش بوده در شهر جندی شاپور برای چی بوده؟ برای یعنی مردم میرفتن کتاب خونه میشنستن کتاب میخوندن و فقط هم از هر کتاب یه نسخه بوده که عمر وقتی حمله کرد سوزون تموم شد؟ نمیخونه این دروغ ها، این اغراق ها نمیخونه. بعد مگر خود ما نمیگیم که قبل از نمیدونم اعراب و زمان کورش و فلان اینها، مگه این آقای داریوش مرجویی داد فریاد نمیزنه که ما نصف دنیا رو داشتیم؟ اون موقع این کشور عربستان اینها جزء کدام کشور بوده؟ جزء کدام کشور بوده؟ جزء روم و نمیدونم جزء اون حکومت چیز که نبوده. چرا اینها راهزن و تا نمیدونم دزد کبیر و دزد اینها شدن؟ آقای سهیلی دیروز برای من یه نوشته‌ای فرستاده بود که در دوره شاه چنین بود و چنان بود و ایشون مسئول یه جایی بوده، بهش گفتن آقا زود مهندسا رو استخدام کن، اگه مهندسا رو استخدام نکنی ما مجبوریم از فلان کشور بیاریم، و ایشون این رو دلیل بر این میذاره که مهندس نداشتیم یا کارگر حتی نداشتیم. میگم آقا من قبول دارم برای پوز دادن رفتن این زنای فیلیپینی رو آوردن به عنوان خدمتکار، رفتن راننده های کره ای را آوردن با ماشینایی که برادر شاه کلا گذاشته بود سر بانک، ایران تانکر رو راه انداخته بود که بیاد توی بوشهر و توی بندرهای دیگه. این راننده های کره ای با ماشینای کولردار، اون وقتا هم گفتن بنز سه برف پاک کنه، مدل بنز و اینا رو بلد نبودن، فقط به تعداد برف پاک کنش میشمردن، اومده بودن اونجا ایر کاندیشن ماشیناشون که اصلا ایرانی ها نمیدونستن چیه، میومدن میزدن جلوه صفه دو روز سه روز پنج روز، طرف از شیراز از تهران آمده رفته اونجا خوابیده تو نوبت، امکاناتی هم که نبود که تو ماشین خودش بخواب وسط ماشین رو نمیدونم تو تایر و مایر و اینها که صافت هر چی چی میگن برو توالت و فلان اینها. بعد این آقای ایران تانکر میومد میزد جلو همه اینها، پیش نوبت بود. بعد بهش میگم که آقای سهیلی عزیز من یه عکسی به شما نشون میدم، دوستان شما هم این عکس رو نگاه کنید ببینید. بعضی چیزها رو بارها گفتم این دوستان نادان، آخه میگن وقتی که با کسی جنگ داری یکی از چیزها اینه که میگه که خدا دوستان ما رو دشمنان ما رو از آدمای نادان آفرید. ببینید این آمده تبلیغ کرده دهه 50 قابل توجه جوانان و نسل جدید، گوش کنید، عکس هم گذاشته شاه با این لباس مرتب، این آقای هویدا هم درست مثل تمام پدرای من و پدرای شما و اینها این لباس رو میپوشیدن میرفتن سر کار. بله ولی ببینید فرمان شاهنشاه برای تقلیل هزینه زندگی و مبارزه با گرانی مصنوعی کالاها، جناب امیر عباس هویدا نخست وزیر از آنجا که تأمین رفاه عامه مردم و افزایش قدرت خرید آنان همیشه مورد نظر خاص ما بوده است، اکنون این دولت آغاز به کار می‌کند مقتضی است به منظور تقلیل هزینه زندگی. ببینید وقتی میگن تقلیل یعنی بالاست حالا بیارنش پایین، به منظور تقلیل هزینه زندگی و خونسا کردن افزایش بی دلیل و مصنوعی قیمت ها مطالعات جامعی به اول آورده و در اسرع وقت گزارش لازم را به اطلاع ما برسانید. مگر ما افتخار نمی کنیم که هویدا وقتی آمد خودکار 5000 بود، بعد از 13 سالم خودکار باز 5000 بود،
مگر هویدا از نخست وزیری چند سال قبل از انقلاب برکنار نشد که نمیدونم علم و اونای دیگه اومدن و چندین بعد نخست وزیری گذاشتیم. ببینید اینو سال 1343 12 بهمن 1343 یعنی 12 سال ببخشید 14 سال قبل از انقلاب توی ایران میگه که در زمینه در زمره نیازمندی های اولیه عموم مردم به ویژه طبقات زحمتکش یعنی ملت، آقای مسعود سهیلی، مسعود میرزای عزیز، یعنی طبقات زحمتکش و فعال از لحاظ نیازمندی های اولیه مورد فشار بودند. کی شما میخواید بفهمید اگر کارگر شرکت نفت وضعش خوب بود وقتی که خمینی قول میداد که ما بهتون برنج میدیم، نمک میدیم، اتوبوس میدیم، ماشین میدیم، این شیرای نفتو نمیبستن، احتساب نمیکردن، میگفتن آقا ما داریم. محض رضای خدا به وجدانتون قسم اگه دارید یا اگه چیزی باقی مونده این مزخرفات رو تو مغز این بچه هاتون نچپونین، بیان یکم هم بخندیم. اینم بیسوادی در ملای آن. میدونید که این روزا رسم شده توی ایران مخصوصا توی تهران چپ و راست از این بنرها طرف میره یه مسافرتی و بر میگرده بنر میزنن در خونش که خیلی خوشحالیم زنده برگشتی، در راه تصادف نکردی. این ایام ماه رمضان نوشته بوده که روزخاری در ملای عام بی احترامی به روزخاران است. ببینید دوستان، روزخاری در ملای عام بی احترامی به روزخاران است. فکر نمی کنم این فتوشاپی چیزی باشه. دوستان عزیز بریم سراغ آقای حسن ارشاد از ایران و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. آخر هفته است، مواظب خودتون باشید و امیدوارم که این تروریست ها هم آدم بشن و بفهمن شما از کشتن یه سری آدم های بی خود آدم های بدبخت و مظلوم، شهروند معمولی چیزی حاصلتون میشه. اگر زور دارید برید اونایی رو که میزنن میکشنتون و مسئول هستن اونا رو بکشن. در صورت اینم از این و تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. آقای حسن ارشاد از ایران در باره اسناد حمام نرفتن های آقای عبدالبها صحبت میکنه. مرسی، روز روزگار و شما خوش.